سلام و صبحتان بخیر. به برنامه آغاز روز از آریانا نیوز با من بسیار جویا خوش آمدید. امیدوار هستم که در هر کنار گوشه جهان هستین در کنار خانواده های محترم یک صبح خوب و خوش را آغازگر بوده باشین. همچنان بخش اول برنامه ما بخش پایگاه هست که بعضی از خبرهای مهم از بعضی سایت ها برتان به خانش میگیرم. امیدوار هستم که تا پایان برنامه ما را همراهی بکنید. نامزدان انتخابات ریاست جمهوری توزیع پول از سوی بانی نخست را خلاف قانون و فرا اخلاقی می است. شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری توزیع پول از سوی بانی نخست کشور به هدف پیکار انتخاباتی را تقابل به قانون و فراه اخلاقی می دانند. یک روز پس از نشر گزارش از سوی آریانا نیوز در مورد توزیع پول از آدرس دفتر بانی نخست به بانوان در ولایت ننگرهار، شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و نهادهای ناظر بر روند انتخابات این کار را خلاف قانون می‌دانند. فرامرز تمنا نامزد انتخابات ریاست جمهوری میگوید تمام کاندیدهای ریاست جمهوری از سوی استفاده امکانات دولتی و کمپاین پیش از وقت نگران هستند و نهادهایی نیست که این وضعیت را کنترل کند. امید تعهد اخلاقی را رعایت بشود. در همین حال بانی نخست کشور تاکید می‌ورزد که توزیع پول به خانواده‌های بی‌بضاعت پیکار انتخاباتی و کار سیاسی نیست. بانی نخست کشور می‌گوید این پول به اساس توافق وزارت مالیه و وزارت صحت عامه به هدف مصارف رفت و برگشت بانوان بی‌بضاعت فرستاده شده بود. خانم غنی اظهار می‌دارد دفتر ما پول ندارد. هر کس آمد در دفتر ما دید که ما پول نداریم که توزیع کنیم، متاسفانه آنها سیاست است و ادعا کردند که این پول را من سیاست داری می‌کنم. اگر کمک کردن به مردم بی‌بضاعت سیاست است، من کردم. بر بنیاد گزارش‌ها بخشی از پل‌های ارسال شده را طالبان به آتش کشیدند و حتی درب مراکز سیحی در بخش‌های از ولایت را برای مردم بستند. از سوی هم ناظران انتخاباتی نیز توزیع پول را به هدف پیکار انتخاباتی تقابل با قانون می‌دانند. نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان اظهار می‌دارد این یک چالش از نقض قانون است، مخالف با قانون است و نباید خلاف قانون کمپاین و سوء استفاده از امکانات صورت بگیرد. قرار است که انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی‌ها و انتخابات مجلس نمایندگان غزنی به تاریخ 6 ماه میزان سال روان برگزار شود. با آن هم دیده شود که کمپاین‌های پیش از وقت به چی جنجال‌های میان نامزدان همراه خواهد شد. در صفحه دیگر آریانا نیوز نگاشته که عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت تایید می کند که حکومت آماده است تا در نشست همشمول میان افغان شرکت کند. آقای عبدالله می گوید هرچند تاکنون فرصت برای گفتگوی همشمول فراهم نشده است، اما وی تاکید می ورزد که در صورت فراهم شدن چنین نشست حکومت آماده است در آن نماینده بفرستد. آقای عبدالله میگوید مذاکرات همشمول که در آن دولت و دیگران است، زمان برای آن تعیین نشده و تا هنوز موافقه نهایی صورت نگرفته است، اما اگر فرصت پیش بیاید دولت افغانستان آمادگی شرکت در آن را دارد. در حالی که قرار است در روزهای نزدیک شماری از سیاستگران افغان و طالبان در نشستی که از سوی یک مرکز غیردولتی در قطر برگزار می شود با هم دیدار کنند. آقای عبدالله می گوید که از حکومت افغانستان هم در این نشست دعوت شده، اما تا هنوز آنان برای حضور در این نشست تصمیم نهایی نگرفتند. آقای عبدالله بیان می دارد هم دولت و هم سران سیاسی باور دارند که یک تیم فراگیر از دولت افغانستان در گفتگو با طالبان نمایندگی بکند که بهانه برای طرف مقابل باقی نماند، چون هنوز مانع اصلی صلح طالبان هستند. در همین حال وزارت خارجه آمریکا میگوید که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه این کشور برای صلح افغانستان دور تازه سفر 17 روزه را به کشورهای پاکستان، بریتانیا، بلژیم، ازبکستان، اردن، قطر و افغانستان آغاز کرده است. در یک خبرنامه وزارت خارجه آمریکا آمده که سفر خلیلزاد به این کشورها بخشی از تلاش‌های کلی برای زمینه‌سازی روند صلح است تا تمامی طرف‌های افغان وارد گفتگوهای فراگیر بین‌الافغانی شوند. این در حالی است که زلمه خلیلزاد در دور 5 سفر منطقه‌ای 16 روز با هیئت گفتگو کننده طالبان در قطر بحث کرد و در پایان دو طرف گفتند که در زمینه پیشنویس تضمین‌های صد هراس افغان مبنی بر اینکه خاک افغانستان
بر ضد آمریکا و متحدانش استفاده نمی شود و خروج نیروهای خارجی از افغانستان به توافق دست یافتند. در صفحه بعدی هم آریانا نیوز نگاشته که ریاست پاسپورت شهروندان از سیستم آنلاین کمتر استفاده می کنند. با اینکه چند پیش روند درخواست پاسپورت به صورت آنلاین از سوی وزارت امور داخله افتتاح گردید، اما شمار زیادی از شهروندان کشور روزانه به صورت حضوری در ریاست پاسپورت جهت طی مراحل اسنادشان در این زمینه مراجعه می کنند. عمر صبور رئیس عمومی ریاست پاسپورت میگوید که متاسفانه کمتر از 100 تن در روز از سیستم آنلاین برای اخذ پاسپورت استفاده میکنند و از همین رو میزان مراجعه مردم بر ریاست هنوز هم بسیار بالاست. همچنان آقای صبور تاکید می‌ورزد تا زمانی که تمامی شهروندان با سیستم آنلاین آشنایی کامل دریافت نکنند، سیستم کنونی هم در کنار آن اجرایی خواهد بود. آقای صبور میگوید روزانه در حدود 60 الی 70 نفر به صورت آنلاین جهت درخواست پاسپورت مراجعه میکنند. و خوبی دیگر هم در این است که کسانی که فرمهایشان را آنلاین خانه‌پوری میکنند، اینها الی ساعت 30 بجا میتوانند به اداره مرکزی پاسپورت همراه با پول تحویلی و اسناد مورد نیاز مراجعه کنند. در همین حال شماری از متقاضیان پاسپورت از ایجاد سهولت برای صدور پاسپورت ابراز خرسندی می کنند. آنان ابراز می دارند که اگر مردم از روند آنلاین جهت خدمات اخذ پاسپورت استفاده کنند، جلو فساد و سرگردانی آنان گرفته خواهد شد. فرزام یک تن متقاضی پاسپورت ابراز می دارد. از طریق لینک سایت ریاست پاسپورت فرمها را خانه‌پوری و آویزش را به بانک تحویل کردم و فقط ریاست پاسپورت آمدم رئیس اداره یک امضا کرد. در ظرف 5 دقیقه تمامی کارهایم تکمیل شد و بعداً بایومتریک شدم. همچنان احمد ولی یک تن متقاضی دیگر پاسپورت در این مورد اظهار می دارد. بسیار یک سهولت خوب است. در گذشته من برای خودم پاسپورت گرفتم و مجبور بودم ساعت 4 صبح بیایم و در نوبت استاد شوم و فعلا می خواهم که برای فامیلم پاسپورت بگیرم و کارش از طریق آنلاین بسیار آسان است. این در حالی است که از چندی بدین سو ریاست پاسپورت روند آنلاین درخواست پاسپورت را برای متقاضیان ایجاد کرده است تا بتوانند با سادگی فرم خانه‌پوری کنند. پیش از این روند اخذ پاسپورت در کشور به صورت حضوری انجام می‌شد که چند روز طول می‌کشید و طولانی بودن مراحل و نبود شفافیت در توزیع آن از چالش‌های عمده سر راه متقاضیان پاسپورت به شمار می‌رفت. در صفحه دیگری هم آریانا نیوز دوباره نگاشته وزارت دفاع برای افزایش فشارها در برابر مخالفان مسلح تاکید می‌ورزند. وزارت دفاع ملی از افزایش فشارهای نظامی بالای مخالفان مسلح دولت خبر می‌دهد. اسدالله خالد سرپرست وزارت این وزارت در مراسمی که برای معرفی یاسین ضیاء به عنوان معاون نخست این وزارت تدبیر یافته بود می‌گوید در سال جاری آنان عملیات‌ها را در برابر دشمنان مسلح حکومت که به امر کشورهای بیرونی از مذاکرات صلح با حکومت افغانستان خودداری می‌کنند راه‌اندازی می‌کنند تا آنان را وادار سازند که روی میز گفتگو با حکومت حاضر شوند. همچنان آقای خالد در این مراسم میگوید که هیچ نشانه برای انحلال ارتش ملی و بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان وجود ندارد. آقای خالد میگوید آوازه بود که اردو از بین می رود. این تجربه تلخ را داریم. انسان را از یک غار دوباره مار نمی گزد. به هیچ کس اجازه نمی دهیم با تمام قوت در برابر دشمن استاده می شویم. در همین حال سرپرست وزارت دفاع ملی می افزاید که آنان پابند به تعهدات خود هستند که ارتش کشور را از تقسیمات قومی، سمتی و زبانی بیرون ساخته و ارتش را بیشتر از پیش مسلکی بسازند. آقای خالد در این مورد اظهار می دارد. اردوی کشور را از تقسیمات قومی و سمتی از این حالت بیرون می کنیم و این وعده استاده هستیم. هدف ما تقویه و مسلکی سازی اردو در شرایط دشوارتر از این است. از سوی هم آقای خالد برخی از سیاسیون در کشور را متهم به دامن زدن ناامنی های اخیر در کشور کرده. اطمینان می دهد که آنان متعهد به تأمین امنیت و آوردن صلح با عزت در کشورند که دستاوردهای 17 ساله حکومت در آن حفظ شود.
آقای خالد ابراز می‌دارد سیاسیون به منافع خود ناامنی‌ها رهپرداز می‌دهند. تلفات داریم اما از سیاسیون خواهش داریم که به کار ما غرض نگیرند. همزمان با این آقای زیا که تازه به مقام معاون نخست وزارت دفاع گماشته شده تاکید می‌ورزد که با قوت تمام برای تقویت ارتش ملی مبارزه کرده و در برابر دشمنان کشور استادگی می‌کنند. آقای زیا میگوید ما تلاش می‌کنیم تا در برابر دشمنان با قوت تمام مبارزه کرده اردوی دو کشور را تقویت کنیم. این گفته‌ها در حال مطرح می‌شوند که موضوع خروج سربازان آمریکایی از افغانستان شرط اساسی گروه طالبان در گفتگوهای صلح نمایندگان آمریکا در چند دور نشست در دوحه قطر بوده است. در سفر دیگری بی بی سی نگاشت که بی نتیجه ماندن تلاش آمریکا برای ضبط 1.6 میلیارد دلار اموال ایران در لوکزامبورگ دادگاهی در لوکزامبورگ رای یک دادگاه آمریکایی برای پرداخت غرامت به بازماندگان حملات 11 سپتامبر با استفاده از دارایی‌های ضبط شده ایران در کشور اروپایی را مغایر قوانین بین‌المللی دانست. عده‌ای از بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر با متهم کردن ایران به دست داشتن در این حملات به اقامه دعوای علیه جمهوری اسلامی در دادگاهی در نیویورک پرداخته بودند. بر مبنای همین درخواست، قاضی فدرال نیویورک در سال 2012 حکم کرد که بازماندگان قربانیان اماکن استفاده از 1.6 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران در لوکزامبورگ را برای دریافت غرامت را دارند. شاکیان قاضی فدرال نیویورک را متقاعد کرده بودند که ایران به دلیل تسهیل تردید اعضای گروه القاعده از خاک این کشور به انجام حملات 11 سپتامبر از سوی آن گروه کمک کرده است. ایران هر گونه دست داشتن مستقیم یا غیر مستقیم در حملات 11 سپتامبر را رد کرده و از ابتدا حاضر به حضور در دادگاه نیویورک نشده بود. صفحه بعدی هم رادیو آزاد نگاشته که مقامات آمریکایی رئیس جمهور غنی شاید تلاش‌های صلح را کند سازد چون خشمگین است. پالیسی آمریکا در چگونگی پیشبرد گفتگوهای صلح با طالبان که حکومت افغانستان تا اکنون در آن اشتراک ندارد، روابط واشنگتن و رئیس جمهور اشرف غنی را که مایل از قدرت را در دست داشته تا تلاش‌های صلح را خود اداره کند، خسارتمند ساخته است. این اختلافات فرصت‌های باریک رسیدن به توافق صلح با طالبان را تهدید می‌کند. رئیس جمهور آمریکا امیدوار است از طریق این توافق طولانی‌ترین جنگ خارجی این کشور را خاتمه دهد. رئیس جمهور آمریکا امیدوار است از طریق این توافق طولانی‌ترین جنگ خارجی این کشور را خاتمه دهد. مقامات برحال و سابق آمریکا که نخواسته ان نامشان ذکر شود با آژانس خبررسانی رویترز گفتند که آنها به این باورند که رئیس جمهور غنی شاید تلاش‌های صلح را کند سازد چون خشمگین است که چرا حکومت وی از گفتگوهای صلح دور نگه داشته شده و از نتایج چنین وضعیت بر زمامداری خود نگران است. در این میان مقامات افغان با آژانس خبررسانی رویترز گفتند که گفتگوهای صلح به رهبری زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان از نظر رئیس جمهور غنی یک خیانت شخصی وی و تسلیم شدن واشنگتن به خواسته های طالبان پنداشته می شود. اختلافات کابل و واشنگتن درباره گفتگوهای صلح بعد از آن علنی تر شد که حمیدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی دو هفته پیش از زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا انتقاد کرده اتهام وارد کرد که او ضمن تلاش‌های صلح اهداف شخصی خود را دنبال می‌کند. انتقاد دو هفته قبل حمیدالله محب از زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا نتایج جدی به دنبال داشت. واشنگتن یک روز بعد از انتقاد تماس‌های خود با مشاوریت امنیت ملی افغانستان را قطع کرد. منابع افغان که نخواستند نامشان ذکر شود با آژانس خبررسانی رویترز گفتند که حضور آقای محب در ملاقات روز دوشنبه رئیس جمهور غنی با مقامات ناتو سبب شد که هیئت آمریکایی این نشست را ترک گویند.
وزارت خارجه آمریکا به درخواست تبصره در این مورد پاسخ نداده است. پوهان فدر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به این باور است که اختلافات میان کابل و واشنگتن بعد از آن افزایش یافت که زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا بعد از دوره اخیر گفتگوی خود با طالبان در خطر که 16 روز را در بر گرفت خلاف دوره های قبلی به کابل نیامد. این اختلافات تنش‌هایی را که منعکس می‌سازد در دوران زمامداری رئیس جمهور سابق حامد کرزی میان کابل و واشنگتن وجود داشت. حامد کرزی در خلال حکمروایی 13 سالی خود به یکی از منتقدان شدید آمریکا مبدل شد، ولی مناقشات لفظی کنونی هنوز عقب درهای مسدود جریان دارد. رئیس جمهور غنی به حمایت آمریکا چون حامی عمده اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور خود اتکا دارد و علایم هم دیده می شود که امکان دارد او برای جلوگیری از ناگوار شدن بیشتر روابط با واشنگتن اقدام کند. یک مقام افغان با آژانس خبررسانی رویترز گفته است که امکان دارد حمدالله محب به حیث سفیر افغانستان در لندن گماشته شود. رئیس جمهوری افغانستان در این مورد کدام تفسیری نکرده است. رئیس جمهور ترامپ که هنگام مبارزات انتخاباتی خود در سال 2016 متحد پایان دادن جنگ در افغانستان شده است. فراخواندن نیروهای آمریکایی از این کشور را به پیروزی مذاکرات صلح مشروط ساخته است، اما به نظر نمی رسد که او مایل باشد تا به هر قیمت به یک توافق صلح دست یابد. در صفحه بعدی هم باز هم رادیو آزاد نگاشته که وزارت خارجه پاکستان اظهارات عمران خان به شکل درست تعبیر نشده است. وزارت خارجه پاکستان میگوید اظهارات عمران خان صدر اعظم این کشور به شکل درست تعبیر نشده است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای در اشاره به بیانات اخیر عمران خان گفته است. خان در اظهاراتش به پاکستان به حیث مثال اشاره کرده که انتخابات در آن از سوی یک حکومت انتقالی صورت گیرد و این بیانات نباید مداخله در امور داخلی افغانستان تلقی شود. عمران خان دو روز پیش در صحبت با خبرنگاران گفت با در نظر داشت مذاکرات جاری صلح افغانستان که ظاهراً به خاطر موقت حکومت افغانستان متوقف شده است، تشکیل صلح موقت در افغانستان می تواند راه حل برای این مشکل باشد. حکومت افغانستان به این بیانات عمران خان عکس العمل شدید نشان داده و عاطف مشعل سفیرش در اسلام آباد را برای مشوره به کابل فراخوانده، اما معاون سفیر پاکستان در کابل را به وزارت خارجه احضار کرد. آقای مشعل با رسیدنش به کابل گفت سبقت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بر روز سه شنبه در صحبت بر رادیو آزادی بیانات عمران خان درباره ایجاد حکومت موقت در افغانستان را مداخله آشکار در امور افغانستان خواند. یک میان برنامه کوتاه میگیریم، بعد از میان برنامه کوتاه برنامه آغاز روز ادامه داره. درود دوباره، باز هم به ادامه برنامه خوش آمدید. بیشتر با آغاز سال تعلیمی در افغانستان وضعیت آموزش پرورش که در ولایت‌های دوردست افغانستان چگونه است و همچنان چالش‌ها در آموزش پرورش ولایت پکتیا و باشندگان دانش آموزان هم هنوز هم کتاب درسی و تعمیر مکاتب درست ندارند. برای بحث بیشتر در این مورد آقای عبدالحق فقیرزاده عضو پارلمان جوانان و رئیس حرکت جوانان ولایت پکتیکا در استودیو با ما هستند. در رابطه با این موضوع بیشتر همراهی آقای فقیرزاده بحث میکنیم. سلام بر شما، خوش آمدید در برنامه. علیکم سلام، ډیر مننه بسر کی تاسو او قدرمن لیدونکو ته سلام نیک هلی وړاندې کوم. تشکر، زنده باشین. آقای فقیرزاده، میشه که در نخست بگین فعلا وضعیت آموزش پرورش در ولایت پکتیکا چگونه است؟ ډیر مننه جویا خورکی، تاسو ته بهتره معلومه ده پکتیکا یو ځنی ولایت چې نه تنه چې د زده کړو برخه کې بلکې په نور مختلفو برخو کې لګن شمیر ستونزو سره مخ ده. اوس مهال په پکتیکا ولایت کې د زده کړو روان بهیر ضعیفه ده. کوم چې ولسونه غواړي، کوم چې مونږ غواړو، په هغه رقم باندې د زده کړو بهیر نه ده روان. تاسې وګورئ همدا اوس د پکتیکا ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د مونږ ټول ښوونځي بند دي. د خوشامند ولسوالۍ ټول ښوونځي بند دي، په ټوله ولسوالۍ کې یو ښوونځی نه ده خلاص.
او ویل کیږي چې دا خوانځي وسلوالو طالبانو بند کړی دي. پوهنې ریاست وایي چې دغه وسلوالو طالبانو ویلي دي چې دلته باید زده کړې نه وي، دا خوانځي باید بند واوسي. زموږ په برمل ولسوالۍ کې 15 خوانځي بند دي. د نامعلومو دلایلو د لاسه زموږ په اومنه ولسوالۍ کې، په ګیان ولسوالۍ کې، وازې خوړ په دغو ولسوالۍ کې زموږ د زده کړو بهیر بیخي پالج ده. پالج به ویلی شو ځکه چې هلته زده کوونکي په مکاتبو کې نشته، وسلوال مخالفین ستونزې ورته جوړوي. د پوهنې ریاست او په پراسه کې چې بیا مرکز ته مسؤلیت متوجه کیږي، د هغوی له خوا نه ورته توجه نه ده سوې. اته موږ په داخل خپله په مرکز کې موږ د نجونو لیسې نه درلودلې، تر دا اوسه پورې موږ نه درلودلې، اوس یې کارونه پیل شوي دي. نو ویلی شو چې پکتیکا کې د زده کړو روان بهیر کوم چې ولسونه غوښتل، کوم چې پکتیکاوال غوښتی، هغسې نه ده، بهیر یې ضعیفه ده، کار نه ده ورته سوی او له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ ده. شما همچنان ذکر کردین که گفتین بعض ولسوالی ولایت پکتیکا بند است و فعلا هم زیر تصرف طالبان هست. آیا تا این روز از طریق نیروهای امنیتی به خاطر پاکسازی این ولایت کدام عملیات صورت گرفته یا نگرفته؟ اگرم نگرفته، فعلا در این ولسوالی ها که زیر تصرف طالبان قرار دارن، آیا دانش آموزان میتونن به مکتب برن؟ مکتب در این ولسوالی ها فعالیت میکنه یا خیر؟ څنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ داسې ولسوالۍ لرو چې په تېرو 13 کالونو کې هلته نه ځواکونه ورتلی شو په لاره باندې، لارې یې بندې ولې نه ورته په لاره باندې اکمالات کېدلی شو. موږ د وازې خوا وړ ولسوالۍ دي، لارې د 13 کاله کېدلی چې بندې ولې او تر دننه پورې هم بندې دي. یوازې دغه څو ورځې مخکې چې نوی والی راغلی ده، په دې به زموږ هیلې را زیاتې شوې دي چې انشاءالله دی به کار وکوي. دوی یو امنیه قمندان یو ګډو ځواکونو یو پلان جوړ کړی و، دوی په همدې لار باندې خالي پلی تللی ول د یو عملیات لپاره او بیرته واپس راغلل. پکتیکا کې په هغو سیمو کې چې وسلوال طالبان زیات فعالیت لري او یا هغه ولسوالۍ دي دوی په ولکه کې دي، په کنټرول کې دي، په هغو سیمو کې داسې عملیات نه دي ترسره سوي چې یوه نتیجه ورکړي او زده کوونکو خپل زده کړو ته دوام ورکوي. او کوم ښوونځي چې بند دي دوی په اسانۍ سوار کولی شي ښوونځي خلاص کړي او هلته لاړ شي بیا د زده کوونکي درس وکړي. تاسو ګورئ د موږ برمل ولسوالۍ چې د پاکستان سره سرحد لري او هلته د موږ سرحد ټول خلاص ده، د موږ برمل کې پاکستانی نصاب تدریسېږي. موږ پوهنې وزارت او پوهنې ریاست ته وایو چې اورې تاسو مسؤلیت څه شی ده، د تا په خاوره کې په افغانستان کې، بیا د برمل ولسوالۍ په خاوره کې پاکستانی نصاب تدریسی زیتی په کیسه کې نه. هغه ماته وایي چې دغه شخصي کورسونه دي او ښوونځي دي او مدرسې دي، هر څنګه چې وروره خو دې تا خاوره ده، د ما خاوره ده، او بیا دلته پاکستانی نصاب څه کوي په کې؟ ته خپل زده کړیز نصاب دې ورمخ ته کړه، ته دې په خپل زده کوونکو باندې کار وکړه او هغوی دپاره ښوونځي جوړ کړه. موږ برمل ته تللي وو جویا خورکۍ، تاسې باور وکوئ هغه زده کوونکو وضعیت دومره خراب وایه چې کتابچې نه وې، کتابونه نه ول، ښوونځی نه درلوده، یا په همداسې به سره ناستل په انګړ کې، نو خو داسې خو نه کیږي. دوی څنګه هلته خپل زده کړې وکوي؟ زموږ همدا اوس پکتیکا ولایت کې نږدې 100 ښوونځي زموږ ودان نه لري. 100 نور داسې ښوونځي دي چې زده کوونکي شمېر یې زیات ده، ولې دوی د شنه اسمان لاندې باندې زده کړو ته ناست. یعنی تقریبا 300 څومره ټول ښوونځي دي پکتیکا کې، له ډلې 200 ښوونځي زموږ ویله شو ودانۍ نه لري. د شنه اسمان لاندې بې تعمیره دا خلک ناست دي او دوی خپل زده کړې کوي. دا موضوع به بار بار له وزارتونو سره شریکه سوې ده او له ریاستونو سره شریکه سوې ده، ولې کار نه ده پرې سوی؟ بدبختانه باید ووایو چې په دې برخه کې د پوهنې وزارت او هلته مربوطه ریاست، د پوهنې ریاست، دوی خپل مسؤلیت نه ده ترسره کړی. پکتیکاوال ولسونه ترې ګیله لري، له خفه دي ترې. دوی باید په دې برخه کې کار کړی وای او دغه مهمې ولسوالۍ چې د موږ د پکتیکا هغه مهم ستراتیژیک ځایونه دي، که موږ هلته د زده کړو برخه کې کار ونه کوو، نو خو موږ هغه سیمې له لاسه ورکوو. همدا اوس مثلا ما مخکې یادونه وکړه، برمل موږ له لاسه ورکړی. برمل کې د پاکستان شناختي کارت توزیع کیږي، 70% د خلکو شناختي کارت اخیستی ده، پاکستانی نصاب د تدریسی زی. نو ته چې هغه خلکو ته د علم له نظره یو شی ورنکړې په کار کې، په ذهن کې نه، خلک خو دې وبایلل، سبب هغه ټول پاکستان ته درنځي، نو بیا څنګه کوي؟ حالا که شما میگین بعضی از ولسوالی های ولایت پکتیکا زیر تصرف طالبان است، چه فکر میکنین و طالبان که مثلا اکثریت ولسوالی هایی که ولایت پکتیکا که زیر تصرف طالبان است، چقدر طالبان مثلا چند مکتب و چه تعداد مکتب زیر تصرف طالبان است و طالبان مثلا برای مکتب ها حاکمیت دارن و وضعیت دانش آموزان که به مکاتب میرن چگونه است، چه در داخل و چه در داخل مرکز ولایت پکتیکا و چه در ولسوالی ها؟ بله، لومړی به له مرکز نه پیل کو.
په مرکز کې د مونږ اکثره د خوندشته دي چې وسلوال طالبان په بمونو الوزول دي دوی بمونو ورته کې دي کله چې د طالبانو خبر نه منل سي ورغل د پاک خوندز کې به میشید او انفجار ورته ور کړی ده د موجه په ورګون ولسوالي کې دینجونو د زده کړې او کوچنی زده خوندزای وو هغه ته تر اوسه کسان نه دي معلوم شوی د شپې ورغلی ولا هغه ته ور ور کړو خوندزای سوزیدلی وو سوزولای وو د موجه هم داسې په نورو ولسوالیو کې نه هم دا کار نه دي مسلمه مخکې یادونه وکړه له خوشامند ولسوالي مکمل د زده کړو بهیر د طالبانو په لاس کې ده په ټولو ولسوالي کې ښوونځي بند دي طالبانو ورته اجازه نه ورکوي چې تاسو دلته د زده کړو بهیر پکې روان دي اوسي پوهنې ریاست آیا طالبان اجازه نمیده که دانش آموزان به مکتب بروند که خانواده هایشان نمیذارن طالبان طالبان خپل وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي او کورنۍ ته ویل دي چې تاسو به زده کوونکي نه راپرېږدی چې راسي آیا مکتب هایی که زیر کنترل طالبان است تمام مکتب ها باز است یا اینکه مسدود است بندی دا چې کومه ولسوالۍ ده خوشامند په نوم باندې ټول بندي طالبانو ورته اجازه نه ورکوي هغوی ورته اختار ورکړی ده که څوک زده کړو ته لاړ شي یا ښوونځي ته لاړ شي مونږ به ورسره قانوني چلند کوو په خپل چوکاټ کې په برمل کې د مونږ ښوونځي بند دي د وسلوالو مخالفینو علت یې هم ده او بله مهمه خبره چې ده هغه د پوهنې ریاست له خوا نه توجه نه کول دي دوی هغه امکانات چې باید هغه ولسوالۍ ته یې ورکړي ول نه دي ورکړي مونږ د برمل ټول تشکیل تقریبا 22 نفره دي نو د یوې ولسوالۍ دپاره 22 نفره بسنه کوي در این زمینه تال نهادهای فعال مدنی و همچنان حکومت محلی چه کارهای صورت گرفته به خاطر باز کردن این مکتبها و گرفتن این مکاتب از دست طالبان از طریق ریاست معارف آیا کدام کارهای کدام برنامه صورت گرفته در این زمینه؟ جویا خورکیه بدبختانه باید وای چې په پکتیکا کې په تیر محلی اداره هیڅ کار نه وکړی د موجه چې جنجال ور سره په همدې موضوعاتو به مدني فعالان چې راپورته کېدل چې فکر مشکل در چی است که یا کار نمیکنن خو زه موږ خپله حیرانه یو چې امکانات تاسې لره یا امتیازات وسایل هر شی شته ولې کار نه کوئ که طرحه تاسې نه لره یا تاسې ته یې حل لار نه یې در معلومه خو موږ حاضر یو چې موږ طرحه درکړو موږ یې حل لاره درته وړاندې کړو چې په دې لار باندې مخته لاړ سي تر څو دغه ستونزه حل سي دوی نه پوهېږم چې ولې داسې کوي د موږ د پوهنې پخوانی رئیس کوچای زازای دیغه په وخت کې مثلا د نجونو زده کړې بهیر به ډېر زره ښول کېدل اوس کله 15,000 کله 20,000 د ځمکې د اسمان توپیر دي دغه نوی رئیس راغلی عینن همدا ستونزه ده ورسره د تیر والي د وحدت په وخت کې عینن همدا موضوعات موږ موضوع راپورته کړلی وې چې نه موږ به اصلاحات راولو دا اوسنی والي چې راغلی ده مجیب الرحمن دغه په دې برخه کې جدید او د موږ هم هیله او تمه به م دا یا غوښتنه به مو دا وي چې په دغه برخه کې کار وکوي مدني فعالان چې کوم اسناد وړاندې کوي کوم شواهد چې وړاندې کوي هغه دې بررسی سي او په هغه سیمو کې چې فساد شوی د ښوونځي بند شوی دی د خیالي ښوونکو موضوع ده چې د موږ اکثره ولسوالیو کې معاش ایستل کیږي خو استاد نشته دا خو عینن فساد له دې هېواد سره ظلم ده له دې بیت المال سره ظلم ده چې دا خلک یې کوي نو په دغه برخه کې باید د دوی نه مهیله دا ده چې دا باید کار وکوي ورته توجه وکوي بله جویا خورکۍ مدني فعالانو خپل مسؤلیت ترسره کړی ده موږ بار بار دغه موضوع د پوهنې وزارت سره شریک کړی ده د پوهنې له رئیس سره هم شریک کړی ده خپله ولسمشر سره هم دغه موضوعات شریک کړي دي موږ هر کې میلمانه وو ولسمشر ته هم دا موضوعات په میز ایښي دي چې ولسمشره پکتیکاوال له تاسو نور څه نه غواړي موږ دپاره لوی لارې رامنکوي او د پوهنې بهیر هم راچټکیه بیا د موږ سره ژمنه کړې چې زه به په دې برخه کې اصلاحات راولمه کار به کوم نږدې د ده په شخصي پیسو باندې تقریبا شپږویشت خټین ښوونځي جوړ شول او نور په هغه څه چې مثلا موږ وړاندې کړې ول یا غوښتنه کړې وه هغه تر ننه پورې همداسې پاتې دي تل له پکتیکاوالو سره د مور او میلې سرک شوی ده تاسې وګورئ قرباني پکتیکاوال ورکوي د سر په بیه باندې همدا اوس هلته په سرحدونو کې د موږ اتل سرتیري پکتیکاوال زلمیان هلته پراته دي دا هیواد او دا خاوره ساتي ولله حکومت له خوی څه ورته توجه نه کیږي د نجونو د زده کړو بهیر صفر د روغتیا برخه د پلج په نور د بیا رغونې برخه کې سړکونه خراب امنیت نه نو دا خلک اخر څه وکړي که غم او نه خوړل څه مجبور دي چې دا بیا شهروندان ولایت پکتیا یا اینکه والی ولایت پکتیا یا حکومت محلی ولایت پکتیا به دوی مشکلاتی که مثلا ولایت پکتیکا موجود است تا امروز مثلا صداشون یا بلند کردن از حکومت مرکزی کمک خواستن که حکومت مرکزی به این ولایت کمک فرستاده نکرده؟ نفرستاده؟ ده نو دوی خوای چې موږ غش پورته کړی موږ مرکزی حکومت ته پیشنهادونه لیږلی دي موضوع مکتوب کړی ده او کار پرې روان ده خو کار تر ننه پورې نشته موږ تل پلانونه جوړ کړی دي موږ تل پیشنهادونه لیږلی دي او تعقیب کړی نه دي
نو پیشنهاد د مونږ په درد نخوري مکتوب مونږ سکه چې هلته عملي کار ونسي دوی که رښتیا موضوع تعقیبوي خو دا وزیر د پوهنې وزیر نو څه دومره لوی سړی خو نه ده ورسره کیدی نه ورته ودی چې وزیر صاحب دغه ولسونه د کار غواړي او په دغه برخه کې ستونزه د ورته حل یې که بودیجه شته امکانات شته ته هرات ته ورسه مزار شریف ته ورسه هغه د مونږ کور ده د مونږ همسایه ولایتونه دي مونږ ستونزه نه لرو خو پکتیکا چې سرحدي ولایت خو هلته توجه وکوه البته چې خلک په ډېر بد حال کې دي نو ولې ورته کار نه کوي امکانات ته سمه توجه جدی که باید صورت بگیره نمیگیره چه فکر میکنین آیا مشکل در کجاست که توجه جدی صورت نمیگیره لو عمده مشکل دی ما فکر باندې دا چې یو خو په مهم و بستون باندې که دلته دی او که هلته دی غله او پاسدین په بستون باندې مکرر شوی دی هغه کسان په بستون مکرر دي چې د خپل لاحې وظایف لا نه درو معلوم چې د ما دنده څه ده او زه باید څه وکوم کله که کار اهل کار ته وسپارل شو بیا دا ستونزې حل کیږي بیا د تا خپل لاحې وظایف پر معلومه ده چې زه مثلا د تشکیل مدیر یم زه یا نظارت برخه کې کار کوم نو د ما دنده څه ده بیا کولای شو په ډېر اسانۍ باندې کار وکوو اوس په وزارت کې داسې کسان ناشته چې هغه بیچارهګان د موږ د پوهنې ریاست ته د تشکیل مدیریت او یو دوه نور مدیریتونه دي منابع بشري چې هغه درې کاله کېږي منفک سوی ده دوی اوس توصیه ورته لیږي دومره ناخبره خلک دلته په دې وزارتو کې سره ناست دي تا خپل مامور نه یې خبر چې هغه ما مامور هلته څه شی کوي او څوک ده نو وخت کې چې په خپل منځ کې دومره همغږي نه یې ته له خپل مامور نه یې خبر هغه دوه کاله کېږي منفک ته ته اوس توصیه ورلیږي چې دا کار داسې مه کوه او بل منابع بشري مدیر په هغه بس کې کار کوي نو داسې مونږ څنګه ووایو خو مونږ ویلی شو دلته ضعیف ته دلته کار نه ده شوی دلته مسلکي کسان نشته دا د پیسو د واسطې کسان دي د وکیل صاحبانو له خوا نه معرفي شوي دي او هغه کسان دي چې په زور باندې هلته ناست دي د ما هغه ځوان چې استعداد لري ماستري لري او په زده کړو کې کار کړی ده او ځان یې تکلیف راوستی ده هغه بیچاره دلته سړک په سر باندې کچال خرڅوي او ولې دوی دلته چې د واسطې وال د ناستې بستونو باندې کار نشي کولای او نتیجه داسه چې اوس هغه د مونږ په ولایت کې وګوره په ټول افغانستان کې د زده کړو په هلمند کې څه حال ده په اروزګان او کندهار کې څه حال ده عینن همدا موضوع دي نو کار اهل کار ته نه ده سپارل شوی ما فکر بندی حالا که شما میگین مثلا بعض افرادی هستن که مثلا تحصیلات عالی ندارن مسلکی نیستن از طریق بعض از وزیر وکیلا یا معرفی میشن که تجربه کاری حتی ندارن چه فکر میکنه چقدر فساد گسترده در معارف ولایت پکتیکا وجود داره د پکتیکا ولایت په سطح باندې زه دومره ووایم چې هلته په مهمو بستونو کې په یو شمېر برخو کې مسلکي کسان هم شته داسې نه ده چې ټول خلک غیر مسلکي کسان دي یا د واسطو وال دي خو په بعضو بستونو کې موږ وینو چې وکیلانو معرفي کړي دي موږ وینو چې هغسې کسان دي چې په واسطو باندې راغلي دي او دا اوسنی رئیس مهرابالدین شفاق د پوهنې رئیس ته زه ورسره مخالفت لرم زه شخصي ستونزه ورسره نه لرم زه د پکتیکا په سطحه د علم او د زده کړې بهیر کې چې د دوی کوم پلانونه دي کوم هڅې دي مونږ ته د منلو وړ نه دي په حیث د یو پکتیکاوال نو تر اوسه پورې چې دی راغلی دا د نږدې یو کال دوه کاله پرکیزي د تر اوسه پورې هغه بنسټیز کار چې کړی و نه دی کړی رئیس صاحب په خپله اداره کې ناسته خیالي ښوونکي شته په سا دلته کیږي روان ده د موږ اکثره ولسوالي دي پرې چې رسنیو نه راپورونه پرې نشر رسول ویډیو اسناد شته چې خیالي ښوونکي د معاش یې زورواکي اخلي د زورواکو جیبونو ته ځي حتی داسې هم ویل شوي ده چې پیسې وسلوالو طالبانو وړې دي د ښوونکي معاش وسلوالو طالبانو وړی ده دغه ستونزه شته خو رئیس صاحب تاسو څه کړي دي د عینن هم تا ښوونځي بند دي همدا اوس ولسوالیو کې د ټول ښوونځي بند دي رئیس صاحب تا کوم اجراات کړي دي د تا په داخل ریاست کې چې خلک در باندې شکایت او نیوکه کوي چې بستونو کې پیسې اخیستل کیږي په تقرر کې پیسې اخیستل کیږي د واسطې کسان مکرریږي هغه څوک چې اهل یا هغه څوک چې استعداد ولري هغه ته ترجیح نه ورکول کیږي نو اصلاحات څه شول کوم دي اصلاحات ویلی شو چې په ټوله کې په پکتیکا ولایت کې هم مدیریتي ضعف موجود ده هم فساد ده او هم د چارواکو نه متوجه کیدل دي چې د مونږ دغه بهیر صفر کړی او پلش کړی ده خب فعلا بچی تعداد مکتب در خود ولایت مرکز ولایت پکتیکا باز است و فعالیت می کند و مثلا دانش آموزایی که در این مکتب میرن چقدر کیفیت درس آیا در این مکاتب خوب است یا نه و چقدر استادای مسلکی در این مکاتب است که تدریس می کنند پکتیکا ولایت کې خو مونږ مخکې یادونه وکوله چې په یو شمېر سیمو کې ښوونځي خلاص دي او په نورو سیمو کې بند دي او د زده کړو میتود یا تدریس چې هلته ده تر ډېره معیاري نه
میاری نده، مسلکی نده، البته چکم استادان کتابای مقرر سوی درسی که به دانش آموزان به با وقتش باید برسه، مثلا کتابای درسی به وقتش برشان مثلا رسانده میشه یا مواد، اما درس، کیفیت درس چگونه است، خوب است، تا چی اندازه در این زمینه رئیس ریاست معارف چه برنامه هایی داشته و چه برنامه هایی، چه پلان هایی رو دست گرفته و تا امروز برنامه ایم که به خاطر کیفیت بهتر و بهتر شدن درس در مکاتب که داشته عملی شده نشده؟ بله، پکتیکا ولایت که دزده کرو بهیر یا کیفیت تریو حد گذرحال ده، خو څومره چې په کار ول څومره چې اړتیا ول هغومره نه ده کوي. موږ داسې استادان لرو چې هغه دولس پاس دي، څوارلسم نه فارغ دي، هلته په ښوونځیو کې زده کړې کوي. اوس د لیسنسه باندې کار روان ده چې باید لیسنسه استادان راسي. نو د زده کړو کیفیت په ولسوالیو کې خراب ده. موږ داسې زده کوونکي دي ولابله خپل نوم نشي لیکلی، دوی په شپږم اووم اتم نه سیم کې خو په دې نه پوهېږي چې خپل نوم یې څنګه ده. په ریاضي فزیک په نورو مضامینو کې عینن همداسې، ځکه چې هلته تدریس باندې کار نه ده سوی، میتود باندې کار نه ده سوی. زده کوونکو ته چې باید په کومه طریقه چې دوی ښه حفظ کړی و زده کړې کړې ولې هغسې کار نه ده پرې شوی، ځکه چې استادانو مسلکي نه ول، استادانو داسې معیاري په خپله ځان نه و جوړ کړی چې تر څو زده کوونکي هم جوړ کړي ول. نو دغه ستونزه هلته تر اوسه پرېشته پکتیکا کې. همچنان شما میگین که و یک تعداد استادام که مثلا اونجا هستن مسلکی نیستن، چه فکر میکنید چرا مثلا استادی که یک استادی است مسلکش فیزیک است، فیزیک خوانده اما استاد میره چیزی که از انگلیسی نمیفهم انگلیسی مضمون انگلیسی را تدریس میکنه، به جای که امو که رشتهش است مثلا مضمونش باید امو مضمون تدریس شوه، چرا چه فکر میکنید آیا ای استادا مثلا تحصیلشان تا چه اندازه است و یا از طریق امتحان مثلا به این مکاتب میرن امتحان میتن یا اینکه از طریق کدام واسطه یا کدام ارگان معرفی میشن؟ بله، دی ما په نظر باندې ټول هغه مسؤلیت بیا پوهنې ریاست او د واسطې موضوع ده چې دلته هغه کسانو ته ځای نه ده ورکړل شوی چې استعداد یې درلودی. د واسطو د زورواکي کسان راغلي دي په دغو مهمو بستونو باندې کار کړی ده. زه د موږ خپل ملګری ده، دا لیسنسه ده، ښه فعاله ځوان ده، حتی چا اجازه نه ورکوله چې په دریم سیم کې زده کوونکو تدریس وکړي. په دریم سیم کې زده کوونکو د تدریس اجازه چا نه ورکوله چې دی مقرر سوی د استاذ په حیث، او بیا یې په هغه خپله ولسوالي مربوطه ولسوالۍ کې کار کړی وه. ولې یو څوک چې دولسم ده څوارلسم ده هغه مدیر د یوې لیسې ده، هغه مدیریت کوي، هغه نو خو دا خو واضح خبره شوله چې دلته دا ستونزه شته، دغه برخه کې کار نه ده سوی. دلته هغه د واسطو هغه د اړیکو او د پیسو خبره ده. چا چې په امتحان کې کار وکوی پیسې یې ورکولې او ښه قوي واسطه یې ورته پیدا کړله، هغه به کامیابیږي. او هغه بیچاره چې دا اوس هم شته، هغه بیچاره اوس دوکان جوړ کړی دی، دوکانداري کوي، د بیخي له دې پوهنتونه یې زړه تور د ورځې ویلي وي چې زه خپلو اسنادونو ته ور ورکوم. خاطر از بین بردن این معزل و فسادی که در معارف ولایت پکتیا وجود داره، رئیس معارف در این عرصه چه کارهایی را انجام داده تا مثلا به جایی که این استادایی که مسلکی نیستن و مثلا تحصیلات کافی ندارن، فعلا استاد هستن در بعض مکاتبات تدریس میکنن، به خاطر در این زمینه چه کارهایی انجام داده تا استادای مسلکی در مکاتب برن تدریس بکنن و فساد در معارف ولایت پکتیا کمتر شود؟ بله، در این زمینه تا حد رئیس ریاست معارف موفق بوده و کارکردهای خوب داشته؟ نه، موږ ورسره موافقه نه یو، ځکه چې دوی کار نه ده کړی. کوم چې موږ غواړو، کوم چې ولسونه غواړي، هغسې کار نه ده سوی. ویلې یو څه باید ووایو چې د دې هېواد دغه وضعیت او شرایط او حالات ته په کتو سره دا ډیر کار باید وګڼو، ځکه چې اوس د موږ اکثره ولسوالي سکوت دي، هلته امنیتي ستونزې دي. پوهنې ریاست وایي چې موږ هغه ترستګي نشو کولی، وضعیت خراب ده، موږ تګ او راتګ نشو کولی، وسلوال مخالفین اجازه نه راکوي. نو په دې هغسې یو هېواد کې چې هلته دېرش پنځه دېرش کاله جګړې، هلته وحشتونه، هلته ظلم، هلته څوک خپل حق نه پیژني، هلته خپل زوی ته څوک اجازه لا نه ورکوي چې هلته ته لاړ شه زده کړې وکړه. لور خو لا ډېره ګرانه خبره چې بیا هغه نجونو ته هم ورشي ته ورته ووایه چې ته لاړ شه تاسو زده کړې وکړئ. په داسې یو هېواد کې مشکله به وي چې مثلا موږ د خپل تمې هیله ولرو چې د کار به سوی وي. کارونه هم شوي دي په یو شمېر برخو کې، اصلاحات هم راغلي دي په یو شمېر برخو کې، ښوونیز بهیر هم چټک سوی ده، ودانۍ هم جوړې شوې دي. خو نه، کوم چې ولسونه غوښتل هغه کار نه ده سوی. کوم چې بنسټیز کار و، چې کوم چې د دې ټولنې د خلکو اړتیا درلودله، هغومره کار نه و ورته سوی. د پوهنې وزارت او ریاستونو هڅې چې دوی کړې ولې تر یو بریده پرې ښې دي، خو موږ ورسره موافق نه یو. زموږ غوښتنه به دا وي چې که چیرې تاسو رښتیا هم غواړئ چې
په ټول هیواد کې بیا خاص توګه پکتیکا کې د زده کړو بهیر منظم شي، هلته ښوونځي فعاله شي، هلته خلک یو څه زده کړي، نو ښه لاره یې دا ده چې تاسې مسلکي کسان په دندو وګمارئ او نظارت کوي وکوئ، نو بیا تاسې وګورئ چې نتیجه ورکوي که نه ورکوي، او بیا ډېره ښه نتیجه به هم ورکوي. که له دې حالات نه خلاص نه شو، زه دغه اوسني امکانات او بودیجه ده ټول پهلته ځي بیا، ځکه چې د ما ښوونځي بند دي، د ما په ښوونځیو کې ودانۍ مې نشته، ورته زده کوونکي نه راځي، تعمیر نشته، مواد ورته نه حاضرېږي، نو هغه بیچارګان څنګه وکړي؟ دا خو بیا ټول بې ځایه دي، په هلته ځي. دوهمه کې به موږ د مرکزي حکومت نه، د پوهنې وزارت نه، وزیر صاحب میشه که بگوین چی بچی تعداد مکاتب چی در خود مرکز ولایت پکتیکا و در ولسوالی ها وجود داره؟ و همچنان گفته می شود که حتی اکثریت مکاتب امی دیوارشان تحت آب گذاری شده، اما این تعمیر مکاتب ناتمام مانده. چی فکر میکنید مشکل در کجا بوده که و اکثریت مکتبی که مثلا ساخته میشد تعمیرش نیمه تمام مانده، و اینکه مثلا شما میگین فعلا مثلا محیط کافی که برای مکاتب باشه وجود نداره، و حتی اکثریت شاگردان اصلا میرن میگن در بیرون و زیر خیمه ها درس میخوانند. بله، پکتیکا کې نږدې 300 تر 400 نه زیات او کم ښوونځي دي. فعلا دپاره نږدې 200 ودانۍ نه لري، دغه باقي ودانۍ لري، او دم داسې ودانۍ د باور په خدای موسه چې تاسې ورسئ هغه ودانۍ وګورئ، یعنی هغه غوجلې دلته حیوانات هم ولاکه څوک پکې وساتي، زده کوونکي خوڅه کوي چې هغوی پکې درس وایي. په تمام معنا باندې ښوونځی ړنګ رنګ یې نشته، شدارې پکې نشته، او شیشې نه یې پکې، داسې یو بد حال کې باد او باران چې وشي ټولې اوبه کته په سیم کې، نه هغه زده کوونکي بېځایه کن څنګه زده کړې وکوي. وقت برنامه کې بس میخوایم یک سوال دیگه هم از پیشتون در آخر داشته باشم، که حالا که میگیم وضعیت امنیتی در ولایت پکتیکا بسیار خراب است و همچنان وضعیت آموزش پرورش هم مثلا تا حدی که باید خوب باشه خوب نیست و فساد گسترده وجود داره، خواستن در آخر چی است تا به خاطر مثلا امن شدن بعضی از ولسوالی هایی که زیر دست گروه مخالفان مسلح دولت، زیر دست کنترل طالبان است، تا این ولسوالی ها از دست طالبان پس گرفته شود و یک تامین و تامین امنیت خوب در ولایت پکتیکا بیه و مثلا شیوه تدریس آموزش پرورش بهتر شود؟ میشه که بسیار کوتاه خواستانه بگوین. دمنګ د ټول ولسونو د ځوانانو غوښتنه داده چې پکتیکا مهم ولایت، استراتیژیک ولایت، نو توجه ورته وکوي، او دا کوم ستونزې چې دی په دغه برخه کې اصلاحات راولې، که دا کار ونه کوي پکتیکاوال ځوانان بیا مجبور دي چې د تاسو کار نو پټه پدې. تشکر آقای عبدالحق فقیر ساده، عضو پارلمان جوانان و رئیس حرکت جوانان پکتیکا، از حضورتان به برنامه. د سلام پرلانی کول سره د آغاز روز خبرونې دوهم برخه ته خراغلست. ډیر قدر منیدونکو، لکه څنګه چې په دې وروستیو کې حکومت د غیر مسؤولو وسله والو د نیولو پر وړاندې جدي اقدامات ترسره کړي، چې همغالی یې په اوس وخت کې د موسی ترخیل د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی، چې موسی ترخیل د غیر مسؤولو افرادو په شتون د ځمکو په غذا او همداشان په وژنو هم توراندی. پر همدې موضوع باندې بحث لرو. له ځان سره په سیدو کې د افغانستان د ځوانانو د مدني بنسټونو رئیس فردین فدایی لرو. نور بسته بلد سره ادامه ورکړو. فدایی صاحب ستړی مشي، سیدو ته بخیر اغلی. سلامت باشین. سلام به شما همکاران عزیزتان و صبحتان بخیر. یک سلام دیگر به همه ملت افغانستان. سلامت باشی فدایی صاحب. په پیل کې برام شو لدی څه خبرې پیل کړو، چې دغه کوم اقدام چې اوس حکومت پیل کړی دی د غیر مسؤول افرادو په نیولو، دا ډیر ناوخته نه دی؟ خب ناوخته است، اما ما دو سه موارد بسیار متاثر شدیم. بله، دیروز خیلی ما جگرخون شدیم به این خاطر که موسی ترخیل گرفتار میشه، اما دیشب دیروز پس رها شد. بسیار جای تاسف است. جناب لوی سوران ولسه، اگر صدای ما میشنوین، دیروز گرچند براتون تماس گرفتم، سکرتارایتون جواب داد، پلیس کابل اقدام کردن، ریاست تحقیقات جنایی کابل اقدام کردن، آقای ترخیل را، موسی ترخیل را گرفتار کردن و او با خازی و با چور و چپاولگری و ده ها مورد دیگه آدم متهم است. وقتی که گرفتار میکنین پس چطور رها میشه؟ سارنوالی اینا را مثلا امو دوسیه شان که تکمیل شوه با سارنوالی روان میکنن، سارنوالی گفته که ما ای را نمیتونیم که فعلا بگیریم، دوسیه نواقص دارن. ببینین پس او آدم یا به ضمانت یا به هر شکلی که باشه رها میشه.
این یک جفای بزرگ است. شما با پلیس توهین میکنین، با بخش جنایتان توهین میکنین. ما یکی از مدافعین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هستم، اما چطور جوانای ما را به خطر مندازین، اونا گرفتار میشن و پس از آدرس بخش دیگه یادم رها میشن. قلدر گرفتار میشه، زورمند گرفتار میشه، غاصب گرفتار میشه، هر شخصی که به هموطنان ما مشکل ایجاد میکنن، قانون را نقض میکنن، گرفتار میشن. امروز یادتان باشه که بالاتر از 90% یا 95% یا 98% ملت افغانستان استقبال از شما میکنن. اما این نباشه که اولاد غریب و مسکین بیچاره و مظلوم در کنج زندان افتاده میشه و زورمند قلدر پس یک روز ای آدم در زندان رها، در زندان سپری میکنه پس رها میشه. اساس یا پکم شرایط نیول کیگی او بیرتا پکم تضمین خوش کیگی دغه ولی لخلق سرانه شریکیگی کقاله بده؟ خب ما میرم میگم دیروز ما گرچن ما دیروز صبحکی با فرمانده پلیس کابل دوست نزدیک ما آقای روشندل تماس گرفتم، تشکری کردم، گفتم که همون قلدرها را که شما میگیریم ما از شما استقبال میکنیم، ما حمایتتان میکنیم در رسانه ها، در نشست های خبری، در هر برنامه. با رئیس هیئت تحقیقات جنایی کابل نشسته داشتم، سپاسگزاری کردم و اینا را همون لحظه که روان کردن به طرف نظارتخانه کابل به اوج روانشان کردن. متاسفانه که شاید 2 ساعت یا 3 ساعت بعد سارنمالی را تحویل نگرفته بود یا تسلیم نمیشد، میگفت که دوسیهشان مثلا نواقص داره، شما هم هنگی داشته باشین. سارنمال صاحب بزرگوار، شما اگر دوسیه نواقص داره عاجل یک باید تماس بگیرین، یک تیم را توظیف بسازین. خب وقتی که اینا گرفتار میکنن شما از طرف به ضمانت رها میکنین یا ایجا به ضمانت رها میکنن، این یک جفای بزرگی است. امروز کسای دیگه شاید اعتراض کنه بالای شما، چرا خی میگه ما را زندانی ساختین که موسی ترخیل زندانی نمیسازین، با چی خاطر خی عملیات کردین، بالاخره اینا گرفتار کردین که اینا رها میکنین؟ درست از ضمانت میتن، ضمانت معتبر بتن هر موضوعی که باشن، اما وقتی گرفتار میشه پس از دروازه دیگه زندان رها میشه. یک شب رایی او هم در قماندانی کابل تیر کرده، سپری کرده، در نظارت خانه هم سپری نکرده، فرداش یعنی دیروز این آدم رها شد. این یک جفای بزرگی است. خدا شاید اگر دست امو دا لومړی ځل نه دی چې د قصه غیر مسول وسلوال چې په دزمکو په غاز د افرادو په وجل د غیر مسول وسلوالو په شتون باندې تورن دي د حکومت لخوا نیول کیږي. خو بیرته خوشی کیږي د دغو افراد نیول د حکومت قدرت نمایی ده او که واقعا د هیواد د ثبات لپاره کار کوي؟ دینامیک کسایی که قدرت نمایی میکنه یا تفنگ سالارا هست یا زورمندا هست یا غاصبین هست یا اخاذی میکنن از مردم، اینا را ما در هر برنامه، در هر نشست، در هر جایی که ولو بس موضوع امنیتی بوده یا برنامه بزرگی بوده، پسوند پیشوند ما اینم بس این موضوع بوده که چطور بتانیم که اینم قلدرا باید گرفتار شوه، اما با شرطی که گرفتار میشه به پنجه قانون سپرده شوه، بالا از اینا حکم صادر شوه، با اینا باید قید زندان را بکشن. این نباشه که 2 روز از زندان، 1 روز از زندان سپری میکنن پس رها میشن. کسای دیگه شاید اعتراض کنن بالای دولت افغانستان. بله اقدام میکنین، اول اقدام نکنین. امید خراسانی را بالای ما رهبر جور کردین. اسیب قوای مرکز اگه است به یک شورت بسیار کلان یادم مبدل شد. اقدام میکنین گرفتار بکنین. بله. پلیس دارن، تانک دارن، توپ دارن، تفنگ دارن، راکت دارن، همه امکانات در اختیارتان است. اما اول لطفا تقاضا دارم از بخش امنیتی ما اقدام اول نکنین، وقتی که اقدام میکنین باز کسر از زندان هم رها نکنین، که یک جفای بزرگی است که همه ملت افغانستان وقتی که استقبال میکنه او را با دست پیشتان پس میگنه. افراد و نیول ده پا اوس وقت که یعنی پا روان و شرایط پا کتوز نره ده هواد صبات پلور گام ده او کنه ده تپایی پلار کلشی بیرت خوشی کیگی؟ نفهمیدم د دغه سي زورګویانو یا د دغه سي افراد نیول په اوسنۍ شرایط ته پکتو سره د هواد د ثبات لور ته به او کنه د تباهي لور ته 100% به ثبات ملت افغانستان بیا ولی بیت خوشکی به این خاطر ببینید ما دائما تاکید ما بر این بوده اگر قلدر پشتون از باید جمع شوه، اگر قلدر تاجک از باید جمع شوه، اگر زورمند از آراز باید جمع شوه، اگر زورمند ازبک از هر قومی که باشه، ما این را برتریت نمیتیم. چیزی که در وجود ما نیست به نام تعصب نیست و مبارزه کردیم بر علیه متعصبین و کسایی که تعصب دارن. امروز اگر اینا گرفتار میشه هموطنان ما، یک کسی از آقای مثلا از موسی ترخیل شکایت کرد، گفت یادم مرالت کوب کرد و مرگ تهدیدم کرد. بله.
ایره گرفتار کردن و امو کسی آجلیک آمد گفت من مشکل ندارم. شاید امو هم تهدید شده باشه. شاید امو هم گفته باشه که اگر ابرانتی یا پشت از این موضوعات بگردی ما شاید بچه تا ببریم بکشیم یا فامیل تا از بین ببریم. چطور میتونه که در ظرف شب تا صبح نشده که نفر راضی بشه میگه من مشکل با تو ندارم. خب طبعا تهدید شده. حالا بخش پلیس ما خود میدونه شما موضوع. بله. بدون از این موضوع در ده ها جای دیگه شاید تو آدم مشکلات با هموطنان رو ایجاد کرده باشه. کسای دیگه در دیگه جای مشکل با هموطنان رو ایجاد کرده. علی پوری که گرفتار میشه و پس رها میشه. این چی معنی داره؟ این ریشخند زدن بالای ملت افغانستان است. این نیروهای امنیتی تان بلیاز خدا شما به دو پیسه میسازین. بله. وظیفه میتن صلاحیت هم بتن بگن باید زندانی بسازینش. آجل میرن پیش لوی سارنوال میگه امی آدم به ضمانت رها شد. چی معنی داره؟ اون لوی سارنوال صاحب یک آدم شخص پاک هستی. ما برات احترام دارم. دوست ما هم است. تماس هم با ایشان دارم. یعنی جناب امیدی صاحب. یعنی دوی ده حق پاوران کم شواید پیدا کری بیرتی بیل کم اقدام خوشی کبی. یعنی فکر کوی چی دا اصلاحات دید حکومت لخوا چی دوی تر لسلن نیویل دی او کنه؟ ما امیره میگم. روز بروز مردم با حکومت فاصله میگیرن. مردم با بخش امنیتی فاصله میگیرن. مردم با بخش عدلی و قضایی و سارانوالی ما فاصله میگیرن. بخاطر از این که امروز اول ما اقدام یک کار نبکنیم. بله. وقتی که اقدام میکنیم باید تو را به کرسی بنشانیم. اقدام میکنی یک منفور آدم گرفتار میکنی چرا پس از زندان رها میکنی؟ ما بسیار دیروز متاثر شدم. بسیار جگرخون شدم. همگی از این خوش بود. از این خوشحال بود که مثلا کسای گرفتار میشه در سایت های اجتماعی بخش قماندانی کابل اینا مندازن بسیار از استقبال میکنن مردم. اگر یک 2-3% مردم استقبال نکنن اونا خودشان قلدر و زورمند و قانون شکن هستن. دهی خوش نیستن که این کسا باید جمع شون. اما لطفاً من تقاضا دارم از ملت افغانستان هم تقاضا دارم که هیچ وقت به این موضوعات وقتی که قلدر گرفتار میشه اگر رها میشه باید اینا اعتراض بکنن جاده ها را بند بکنن که وقتی که یک کس را گرفتار میکنه چرا پس یک روز تیر نمیکنه یادم از اندامه خواهی فدی دست ویل که دغه زورگویان طول ده نظام لبدنی څخه حمایه کیگی که واقعا هم دست یو کار ویچه باید ویش بدی برخی خب اگر از بدنی نظام اینا حمایت میشن خب نظام من با نظام درست نیست اگر واقعا رئیس صاحب جمهور من به کارت احترام دارم به جدیتت احترام دارم به رئیس اجرایه به وزیر صاحب داخله که واقعا یک شخص بسیار خوب است با فرمانده پلیس کابل با رئیس تحقیقات جنایی کابل همه از اینا رو من احترامشان دارم اما لطفا کسایی را حمایت نکنین که امروز با گرده های هموطنانتان سوار است امروز ده ها مشکل به هموطنانتان یا ایجاد میکنند امروز ده ها صد ها هزاران نفر از آدرس از این قلدرا به سطو آمدن و اینا شکایت دارن اما شما لطفا یک شب را وقتی که یادم به زندان سپری به زندان هم نه مثل میمان وار سپری میکنه فردا رهایش میکنه این یک جفای بزرگی است این نشه که با خشم ملت افغانستان مخصوصا مردم یعنی شریف کابل شما رو بروشن در نظام نبدنی سخه دوی دی چلا خواه حمایه کی گیدن کسان چه نیول کی گیو بیرتا خوش کی نو بیا ولی دغه کسان نمونه نه افشا کی کله چی خوش کی ولی لجوزیات لخلق سره که دوی واقعا در نظام یا ده هواد اصلاحات را پر دغه کار کوي کله چی هغه کسان دوی نیسی دوسیه پر وړاندې پیدا کوي تابن د دوی پر وړاندې یو څه شواهد ترلاسه کوي چې دوی نیول کیږي بیا ولی پرته لدی چی جزئیات لخلق سره شریک شي خوش کیږي ولی هغه کسان چې دوی حمایه کوي ولی نه افشا کی ما میرم بگم یک جسارت را اینا به خرج بدن اگر وزیر صاحب داخل هست اگر رئیس امنیت ملی است اگر وزیر دفاع است اگر لوی سارنوال صاحب است اگر بخش یعنی تاسو فکر کوئ چې ضعف چیرې دی نیشی که ولی امنیت دغه کار او که واقعا شواهد پر لاس کې نه لري او که یا داسې کسان لخوا حمایه کیږي چې د دوی له توانه دغه کار پورته دی ببینین اگر دقیق سر از این موضوعات کار شوه هر قلدر که گرفتار میشه بالاتر از صدها نفر عارض از سرش یا زمین از او مظلوم غصب کرده یا بچه‌ش کشته یا خواهرش اختطاف کرده و بالاخره مشکلات برش ایجاد کرده ده ها مورد دیگه یا از دکاندارا حقازی کرده این موضوعات است که همگی میدانن امروز اگر از ما و تام یک نظرسنجی شود در سطح امی کابل بگن که فلانا آدم چه رقم آدم بدون شک میشناسیمش کی آدم قلدر است با چهار موتر زره و 100% فل میگیری تو چی کاره هستی که امی کاره میکنی آقای موسای ترخیل با چهار موتر تو میگردی همین تو بگو وکیل پارلمان هستی ملا صاحب ترخیل است وکیل پارلمان بود بله. میگرده اگر مشکلات امنیتی داره هر موضوع
اما خودت برادرش هستی؟ روی چی موضوع میگردی؟ با چی خاطر چهار موتره میگردانی؟ مشکلات به هموطنانت ایجاد میکنی؟ وظیفه تو چی است؟ نه قماندان هستی، نه وزیر هستی، نه معین هستی، نه رئیس هستی. امنیتی بنسټونو کې دی په دې برخه کې کورنۍ چارو وزارت پاتې راغلی دی که څنګه چې دوی خپله ویل د تورو ښیښو موټر هغه څوک چې اصلا کارت د دې نه لري چې په دغه موټر کې وګرځي ولې دغه موټرونه په ښار کې ګرځېدل تګ راتګ کولی شي آزاده. اقدام اخیر وزارت امور داخله را هم استقبال میکنم در قسمت بسیار بجدیت بودنش. رئیس صاحب مبارزه با تروریسم بسیار شخص خوب آمده که بحث موضوع فلم، کارت سلا، همه از اینا مربوط مبارزه با تروریسم وزارت داخله میشه که آقای ماهر یعقوبی دوست بسیار خوب ما است. من ازشان سپاسگزاری میکنم، شخصا از وزیر صاحب داخله هم، از معین صاحب ارشد هم سپاسگزاری میکنم، از جدیتشان، از فرمانده پلیس، از رئیس اتاق کابل، از همه از اینا من سپاسگزاری میکنم، از جدیتشان که قلدر گرفتار میکنن. اما تقاضا دارم از سارنوالی ما که وقتی که قلدر گرفتار میشه اینا با دوسیهش روان میکنه، اونا باید بگیرشن، با دوسیه سرازی تحقیق شود. یعنی و کسای دیگه که عریضه داره عدلی ارگان تمریف شده و پیوش پکی؟ خب دوسیهشان تکمیل شده بود دیروز به بخش مثلا مشخصا برای تان بگویم آقای ترخیل، موسای ترخیل به زون شرق روان کردن و رئیس صاحب زون شرق هم دوست ما هم هست آقای کامگار، وقتی که در این جمعه باز اینا دوسیه را نمیگیرن، میگه دوسیه نواقص داره. خب شاید در اینجا کوتاهی پلیس هم بوده باشه یا کوتاهی سارنوالی بوده باشه، باید شما تسلیم میشدین سارنوال سه بزرگوار و بعد اگر کدام مشکل در دوسیه می بود برای شما همکاری میشد و ده ها نفر دیگه شاید امروز اگر یادم رها نمیشد امروز با صد ها نفر شاید عرایض خود پیش میکرد که یادم این مشکلات را با ما پیشکش کرده. اما متاسفانه که دیروز رها شد. اقدام پلیس، کارکرد پلیس دیروز بسیار خوب بود، استقبال میکنم، اما متاسفانه که دیروز پس رها شد، پری روز گرفتار شد، یک شب را مثل میمان ما را در قماندانی کابل سپری کرد. خاقلی فدی، ده تخصو افراد شتون پر طولنه که چون را ده طولنی پا زیان تمامی دلشی پا زنگر تیتوگا ده جرائم و جنه جرائم و ده کچه پل وڑی دو که چون را ده حوات پا زیان تمامی دلشی. یادتان باشه چور چپاولگری را امی قلدرا حمایت میکنن، سالای غیر قانونی بر افراد اشخاص اینمی ها میتن، ده ها مورد به هموطنان رو مهنمی قلد را ایجاد میکنن، موترهای مردم که دزدی میشه از شهر کابل از سطح افغانستان اینمی حمایت میکنن، در اخوازی گرفتن اینمی ها شریک هستن، در ده ها موضوعات جرایم جنایی اینا شریک هستن. یادتان باشه اگر واقعا صادقانه براتان میگم، اگر صادقانه بخش امنیتی ما، سارنوالی و بخش عدلی و قضایی ما صادقانه اگر کار کنن، اینا را گرفتار کنن، به پنجه قانون بسپارن، روز به روز اوج سطح جرایم در حالت کاهش می باشه. اگر اینا گرفتار نشن، اینا قلدر حمایت میکنن، اینا خودشان هم قلدر است، هم چور چپاولگر حمایت میکنن. شما ببینید ما در بعضی حالات پلیس خود را ملامت نمیکنم. امروز وقتی که یک کسی در یک اوزه با کوتاه طریقی یا با یا دسکاول یک خانم دزدی کرده یا موبایل یک خانم چور میکنه یا یک جوان ما را به 10000 افغانی مجروح میسازن یا به 10000 افغانی به شهادت میرسانن، یا او کریم لایی که در 500 فامیلی به شهادت رسید یا کس دیگه که در حوزه هفت یا کس دیگه در حوزه 11 در هر جای اینا که اگر وقتی گرفتار هم میشن، ده ها زنگ از آدرس های کلانا به اینمی حوزه تماس گرفته میشه، به شمول قماندان کابل تماس گرفته میشه، برای رئیس تحقیقات تماس گرفته میشه که فلانی کس دوست ماز باید رهاش بکنه. همی آقای یعنی ترخیل یعنی بیا هم همه خبر ده چه ده نظام بدلی چه حمایه کی یک کسی که قلدر است، زورمند است، وقتی گرفتار میشه با فرمانده پلیس کابل، برای رئیس تحقیقات جنایی کابل شاید که مبالغه نکنم بالاتر از 300 یا 400 زنگ تا 2 تا 3 بجه شب و اینا تماس گرفته شد، چی برای رئیس تحقیقات، چی به قماندان کابل، چی به معاون امنیتی است تماس گرفته میشه که خیر اینمی آدم ها رها بکنه. این میشه، این میشه، یا ما واسطه یا او واسطه. این موضوعات است که اینا میخواین اونم کسایی که مسیر غلط در مسیر غلط روان باشه. من میگم که وقتی که اینا گرفتار میشن تلفونکایتان شما خاموش بکنین که دیگه گوش شما آرام باشه که نه تماس گرفته بتونه نه ایره ها شوه. اما این چی شوه که تو شما باست رهایش میکنه؟ یعنی استاز گفتن لاله دولت خل خلق خود سخته پا دی برخه که چیه دغلاری واقعا پا چه دول پا حواد که پا ولایتون که پا طول ده حواد پا کجا نه تنها یواز با مرکز که چه دول بیرت پایل چی او چه دول باید مجازات شی؟ اینا وقتی گرفتار میشن
امروز ما در بغلان خود مشکلات داریم. یک قلدر، دو قلدر، ده ها قلدر داریم. یعنی یه وضعی پا مرکز که ده مسئله نده؟ پر ده هوات پا کچه؟ بحث مرکز، بحث مرکزی خوب، ایجا خود نسبتاً قانون هست، ایجا خود حکومت مرکزی هست. اینجا ما قوای امنیتی و دفاعی قهرمان ها داریم، در مقابل زورمن در حالت مبارزه هستند. اما تو برو در بغلان ببینید که بسیار یک وحشت است. یک کسی آمده به نام کدام قماندان است، دختر فلانی را میبره، میگه یا به ما بین قدر پول بده. تو برو در قندوز چی حال است؟ یا در ننگرهار که دو ساعت رای با هست، یا در مثلا در بدخشان، یا در ولایت های مخصوصا دوردست حاکم بودن دولت نسبتا کم است و در روز اینا بسیار مشکلات را متقبل هموطنان ما مشکلات را از این آدرس از این نوع متقبل میشن، در چور، در چپاول، در اخازی، در زورگویی، در تفنگداری و بالاخره این گپا. گرچند امروز پلیس کابل یا وزارت داخله موترهای فیلمدار که جمع میکنن یا فیلمایش از سرشان پاک میکنن یا موترهایشان را قید میکنن، ما از استقبال میکنیم. بله. شما شاید از این موضوعات ما و شما بدیم که اینا انتحاری را انتقال میتن موتر فیلم دار 100% فیلم باشه، قاچاق، سلام، مواد مخدر، ده ها مورد دیگی هست. بله. من تقاضا دارم از وزارت امور داخله، از کارتان شما، قوای امنیتی و دفاعی ما که واقعا ما بالا شما میبالیم. بله. و استقبالتان میکنیم که همه قلدرها را گرفتار میکنن. متاسفانه که باز امایی نشه که باز اونا رها شود. امو اعتبار اعتماده که فعلا نسبی که بالای شما هست اینه میره شما ضرب صفر نسازین. ما با مامو صدای ما با بخش امنیتی و دفاعی افغانستان خاقلی فده تس ده افغانستان دزبانان و ده مدنی بنسرتون و ده رئیس پتوگه طول مدنی بنسرتون چه ورستی تصمیمات یا پریکړه ستاسو په دې اړه څه دي؟ تاسو مخکې ویل چې له خلکو څخه غواړی چې خپل غږ پورته کړي او په دې برخه کې له د خپل حق څخه، حقوق څخه دفاع وکړي. ستاسو ما شاید که تصامیم خیلی کلانه بگیریم، شاید در جاده های کابل تظاهرات را راه اندازی بکنیم، یعنی اما باید سر از این موضوع اگر موسی ترخیل گرفتار میشه، اگر احمد گرفتار میشه، محمود گرفتار میشه، بصره تعصبی پیش نره. هر قلدر که هزار ولایت است. بله. امروز من متعصب نیستم، نمیخوام که تعصب در وجود خود در وجود من رخنه بکنم. اگر من متعصب باشم اصلا مسلمان نیستم. فرضاً یک تاجی گرفتار شود، اگر به زندان انداخته شود، یک ازبک گرفتار شود به زندان انداخته شود، اما پشتون که گرفتار میشه چرا به زندان انداخته؟ یعنی تصویر چه ده تعصب پس از بندی دبیر تخوش شوید؟ امیدوار هستم که به این شیوه دولت افغانستان بخش عدلی و قضایی ما پیش نره. اینا که وقتی گرفتار میشه واقعا صادقانه براتون میگم دولت افغانستان باید بسیار به جدیت با اینا پیش بره که باز با خشم مردم شما روبرو میشین. اما اعتبار نسبیه که بالای شما دارن بازی هم ضرب صفر میشه. ما شاید تصمیم خود را بگیره. بله. اگر از این بعد این کارا به این شیوه پیش بره، یک قلدر وقتی که اقدام میکنن گرفتار میکنن باز به فردش رها شوه. این روش درست نیست. بله. با چی خاطر گرفتین؟ چندین روز شما سر از این موضوع بحث کردین، جلسه گرفتین که آدم باید گرفتار شود، باز شما رها میکنین. بله. سر از این موضوع باید کم جدیت تر باید باشه. دیره من ان خاقل فدیله تاسو خاصه موږ بلنه مولا به نام خدا. سلام به شما بینندگان عزیز تلویزیون آریانا نیوز. شما بیننده برنامه آغاز روز از استودیو هرات هستید. در این برنامه در مورد اعتراض ها بر علیه شهردار هرات صحبت میکنیم و اینجا در استودیو جناب آقای عبدالودود فیضزاده رئیس اتحادیه پیشواران رو با خود داریم و با ایشان بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. جناب فیضزاده سلام بر شما، صبح شما بخیر، خوش آمدید به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام داریم خدمت ملت شریف افغانستان، چی در داخل چی در خارج، و همچنین جناب شما و همه همکاران عزیزتان در تلویزیون خوب آریانا. بسیار سپاس که تشریف آوردین. از اینجا آغاز بکنیم با شما، این که چی شد که شما هم اتحادی پیشواران هم اعتراض ها رو در برابر شهردار هرات آغاز کردین و خیمه اعتراضی در برابر درب شهرداری رو برافراشتن؟ خب پیشواران هم از بین مردم برخواسته، جزء همی جامعه هرات هست، شهروندان هرات هستند و ما هم از کمکاری ها و بیکفایتی های شاروال متاثر بودیم، مستقیم متاثر بودیم و در اوائل گفتیم خب بالاخره یک انسان، یک آدم تحصیل کرده و دنیا دیده هست، بلکه آهسته آهسته اصلاح بشه و کمی تجربه به دست بیاره، ولی دیگه در این اواخر دیدیم که هیچ امیدی به رزی نیست که اصلاح بشه.
و اخیراً هم که بودجه سال 1398 به خاطر کمکاری و عدم کفایت و عدم مدیریت یادم برگشت خود به کابل و فعلا بی سرنوشته. حدود 320 میلیون افغانی از هرات برگشت خود به کابل، یعنی بدین معنا که آقای شاروال نمیتونه و از طرفی هم تعصبات و غمگرایی این شخص و تبعیضاتی که داشت و ادارات شاروالی به توسط سرپرست های اداره میشد، اینها ما رو واداشت که ما هم به خیلی عظیم تعصب کنندگان بپیونده. اطلاعات که شما دارین، آوازهایی که پخش شده گویا شهردار هرات به کابل خواسته شده و بعضی هم گمانه‌زنی وجود داره که برکنار شده، معلومات شما چی نشون میده؟ بله، ما اطلاعات دقیقی که داریم جناب آقای انوری به کابل خواسته شده و اول برکنار شده بعد خواسته شده و یادم برکنار شده 100%. دیروز برای ما از ارگانهای محل هم اطمینان دادن و همچنین ولی صاحب هم اطمینان داد، چون این شخص با همون تمام کاستی هایی که داشت با نماینده رژیم که والی باشه و رئیس منطقه هست، بالاخره با او هم سازش نداشت، با او هم کنار نمی آمد، رابطه نداشت، در جلسات اداری ولایت و در دیگر جلسات حاضر نمی شد، حتی تلفن والی سه بر جواب نمی داد. بر صورت والی یکی از ادارات بسیار کلیدی و حساس هرات شاروالی هست، اگر شاروالی یک تازی بکنه و بالاخره خودسری بکنه مجبور است ولی اقدام بکنه. مشکل کار شهردار فکر میکنین در چی بود؟ چی شد که اعتراض های ادامه پیدا کرد؟ از چند ماه بعد از اینکه شهردار کار خود آغاز کرد اعتراض ها در علیه آغاز شد تا به اینجای کار که برای بار دوم خیمه اعتراضی در برابر شهرداری برپا شد و عملا شهردار اجازه نیافت تا به داخل شهرداری بره. ببینیم، ما یک ضرب المثل بسیار عامیانه داریم که میگه فلانی نه نان گندمی و نه سخن مردمی داره. جامعه افغانستان دو چیز بسیار تاثیر داره، یا زبان مردمی یعنی مردمی بشی، با مردم بشی، مردمدار بشی، احترام بگذاری برای مردم، و یا نان گندمی داشته باشی، سفره و دسترخوان داشته باشی. حالا سفره و دسترخوان برای مسائل ریاست و مسائل رسمی گپا زیاد تأثیر نداره، داره ولی زیاد نداره. جناب آقای انوری چون در خارج بزرگ شده، خارج بود و هیچ نوع تجربه کاری در داخل افغانستان نداشت، متاسفانه بنابر روابط تشریف آوردید به هرات، این فکر میکرد که اینجا اروپاست یا غرب است. جامعه هرات را هیچ اصلا شناختی نداشت و همش میگفت من با مرکز ارتباط دارم، من اصلا مردم که به من رأی نداده. درست است که انتصابی هستی و مردم رأی نداده، ولی مردم هست که ریاست جمهوری است، مردم هست که دولت است. اگر مردم ای نباشه دولت هم نیازی نیست. ایره نمیدانست و اعتراضات برای بار دوم نبود، حدود 7 بار دیگر هم در گذشته وکلای گذر و وکلای رؤسای شوراهای محل و شورای ولایتی و اینها اقدام کرده بودند، ولی با پادرمیانی ولی سب و این و آن بالاخره پس منصرف شده بودند و این همچنان پاورجا بود. این بار اصناف هم مجبور شد به خیلی عظیم تحسن کنندگان بپیونده و علیه کمکاری های شاروال و بیکفایتی های شاروال دست به تحسن بزنه و در کنار مردم خود بیسته. و ما از تمام ابزارها هنوز استفاده نکرده بودیم، ابزارهای بسیار زیادی در دست ما بود که به اعتراضات مدنی خود ادامه بدیم و تقویت بکنیم، از جمله اعتصاب. ما با ولی صاحب صحبت کردیم، 2 روز گذشته برش گفتیم که ولی صاحب اگر جناب آقای انوری به صفت شاروال در هرات بماند، ما شهری که آقای انوری شاروالش باشه، شاروال بیکفایتی باشه، ما نمیخوایم و اعتصاب میکنیم. و گزینه اعتصاب هم منتفی نبود نزد ما، حاضر بودیم به مدت 1 هفته هم اعتصاب بکنیم تا اینکه مرکز صدای ما رو بشنوه، ولی خوشبختانه مرکز صدای ما رو زودتر شنید و تلاش های جناب جرما ولیس و رئیس شورای ولایتی و دیگر دوستانی که ما در مرکز به ایراد داشتیم
این موضوع را زودتر به گوش مرکزی ها رساند و رئیس جمهور و ارگان‌های مال تصمیم گرفتند و حساسیت قضیه را درک کردند و لطف کردند، این شخص را برکنار کردند و انشالله امیدواریم در آینده بسیار نزدیک یک شاروال با درایت، با کفایت، متعهد و دلسوز و مردمدار به هرات روان کنند. شهردار یک روز قبل از اینکه خیمه اعتراضی در برابر شهرداری برافت داشته باشه هشدار داده بود که اگه به قیمت جانش هم تمام بشه میره و داخل شهرداری میشه. چی شد که موفق به این کار نشد با اینکه آماده بود اونجا در مقابل درب شهرداری هم حضور داشت و عملا یک طرف اعتراض کننده و تسلیم کنندگان بودن، طرف دیگه شهردار و داخل شده نتونست به شهرداری و کارمندان شهرداری به پارک تفریح تخت سفر رفتن در اونجا. چی شد که موفق به این کار نشد؟ بله، جناب شهردار صاحب صفحه فیسبوک خودم نوشته بودن که من اگر به قیمت جانم تمام بشه به اداره خود میرم، مرا مردم هرات استاد نکرده که به حرف مردم پس بشون، به صراحت نوشته بودن و دیداری هم مثل این که داشتن با بزرگان هرات. حالا بزرگان هرات منظور شوروال سر ما نمیدانیم کی هستن، ما با اونا نوشته بودن، با شخصیت ها و بزرگان هرات صحبت کردیم و مرا حمایت کردن و من فردا صبح شبش نوشته بودن که من میرم حتی اگر به قیمت جانم تمام بشه. ولی از آن جایی که گفته ده خدای زور ده خلق زور، زور یعنی زور خداوند و زور خلق یا مردم هر هیچ کس نداره. اونا فکر میکردن یک پینجا نفر میایه و همینج مثل که یک چارتا شعار هوایی میده و میره، ولی وقتی تشریف آوردن دیدن که با هزاران نفر طرف هستن دیگه، من فکر میکنم که اگر تمام نیروهای امنیتی که در هرات موجود است میامدن، این مردم این بار با یک تصمیم بسیار جدی، با یک عزم راسخ آمده بودن، تأسفون کرده بودن و باید تمام از اینا رو برده یک بار میبست حکومت شاروال رو داخل میکرد. این بار تصمیم ما ای طور بود. شاروال صحبیر دب کرد، بله از ساعت حدود 9 بجه تشریف آورده بود و نبش چوک شهر نو ایستاده شده بود، فاصله ما حدود 50 متر بود و در اونجا اعتراضات مردم، گفته های مردم، صحبت های ما رو میشنید. حتی مردم تصاویر از او جلو رویش با آتش زدن و او همچنان استاده بود میخندید به این اعتراض مردم، به این اعتراض مردم میخندید. و من هم حتی برش گفتم، خودم برش گفتم، گفتم جناب شاروال شما شب پیش به فیسبوک خود نوشته بودین ضمن توهین برای مردم نوشته بودین که بله من فردا صبح با قیمت جانم و خلاصه ما به شعبه خود میرم، این در شهر ولی ما نبستیم تشریف ببریم، حالا بین مردم باید رد بشین و مردم برد در شهر ولی بروی کارمنده و بروی پلیس شهر ولی و بروی ارباب رجوعی شهر ولی باز است، ولی ما شما نمیگذاریم. اگر شما تشریف میبریم بفرماییم بیاییم بریم. او برعکس که به شهر ولی اقدامی بکنه که داخل بشه، موتور خود سوار شد و از محل رفت. شاروال این چیزا آقای انوری درک نمیکرد. و یک مسئله دیگه که کارمندان شهرداری به خواست شهردار دست به اعتصاب کاری زدن و حتی بخش تنظیف شهرداری هم اعتصاب کرد در دو روز گذشته و انباشته شدن زباله در بخش های مختلف شهر هرات انتقادهای بسیار زیاد در بمراد داشت. دیروز گزارش که ما تهیه کردیم در چندین منطقه شهر هرات رفتیم زباله هم باشته شده بود و حتی کارمندان شهرداری، کارمندان بخش تنظیف اینو با موتورهای خود تردد میکردن اما هیچ توجهی نداشتن و دلیل هم امین اعتصاب کاری شهردار میگفتن که اگر شهردار به ما گفته شما باید در اعتصاب باشین و کار نکنین. این اعتصاب شما فکر میکنین آیا تصمیم عقلانی بود یا نه؟ ببینیم این یک تصمیم عقلانی نبود که هیچ، یک تصمیم خلاف قانون و خلاف اصول و خلاف تمام پرنسیپ های اداری بود. یک کارمند، یک نفر کارمند دولت هم اگر شخصی قصدن او را از کارش میگیره و او را یک اداره را مختل میکنه، خودش از نظر قانون جرم است. این دولت باید به این جرم رسیدگی بکنه. جناب شهردار دو روز برای کارمندار مجبور ساخته بود و بالاخره کارمندهای یک اداره به فرمان رئیسشان یا مدیرشان یا آمرشان باید گوش بدن، اونم اصول است نه. بعد کارمندای شهرولی هم فکر نمیکردن که شهروال برکنار بشه و میترسیدن از ترس و روابط کاری که داشتن با
بالاخره مجبور بودن به هر فشاروار گوش فرا بدن، ولی دیروز ظهر تحصان رونا شکستن و به صراحت اعلام کردن. حتی در امروز اول تحصان هم همه مدیرهای شهرولی و نوهی اونجا حاضر نبودن، در همون روز هم بعضی هم مخالفت کرده بودن و اونا را آقای انوری از جلسه کشیده بود. واضح پخش شده بود که شهردار گفته بود اگر کسایی که به کار حاضر بشوند غیر حاضر میشن، و کسایی که تحصن کنن اینا حاضر میشن. بگونه برعکس پرون هشدار داده بود که اگر بیاین به کار حاضر بشین شما غیر حاضر میشین. چنین اطلاعات دارن شما؟ چنین موضوع مطرح شده؟ هیچ چیزی بعید نیست. من موضوع اطلاع ندارم، ولی از این آقای انوری هیچ چیزی بعید نبود که کار انجام داده باشه، به خاطر اینکه نه اصول بلد بود نه اداره. و خب تا به اینجا کار به که اگر ما نگاه داشته باشیم به چند سال گذشته، شهرداری ایراد از چندین بحران عبور کرده. شهرداری اکنون خواست مردم ایراد چی است؟ چه شخصی باید به عنوان شهردار مشخص بشه و معرفی بشه و چه معیارهایی باید داشته باشه؟ دیروز به صراحت ما برای نماینده رئیس جمهور که ولی سبز کرد جلو خیمه تحصن آمد و ما هم پایان تحصن را اعلام کردیم. دیروز عصر و غروب برای ولی صاحب ما به نمایندگی از مردم هرات خدمتشان عرض کردم که این بار مردم هرات یک شاروال متخصص، متعهد، دلسوز، مجاهد به خاطر که جهاد سازندگی رو باید پیش ببره و بالاخره شخصی باید باشه که انمی کستی هایی که انمی خیبتی ها و کوتاهی ها و کمکاری ها و سوء استفاده هایی که طی چند سال گذشته در هرات از شاروالی شده توسط شاروال ها اینها باید جبران بشه. شخصی رو باید بیاریم که مردم هرات رضایت داشته باشن. اگر تا به حال شرایط انتخابات شاروالی ها آمده نیست، به شاروالی ها شده یک ابزاری به دست حکمرانان مرکزی، ولی در حال حاضر شرایط در هرات حداقل آماده است. حالا ما فرض بری میگیریم که انتخابات شهرولی ها امکاناتش نیست فعلا، ما هم قبول داریم، ولی یک مشورت باید به اقشار مختلف شهر هرات انجام بشه، بعد یک شهروال به هرات بفرستن. تقاضای ما از جناب رئیس جمهور، رئیس اجرائیه و بالاخره رئیس ارگانهای محل و همه مقامات صالحه ای است که با مردم یک مشورت سری مسئله بکنن، یک شخص مؤثر رو بفرستن که آلام مردم و معضلاتی که مردم با او دوچار هستند، گریبانگیر مردم است و مشکلاتی که مردم همه روز از خانه خود بیرون میشن دارن از نایه شهرولی، این حل بتانه بکنه. و مشکل فکر میکنین در چی بوده که چندین شهردار آمدن؟ یعنی در پنج سال گذشته اگه ما یک بررسی داشته باشیم، شهرداری ایراد یک اداره بوده که هر شهردار آمده با مشکل برخورده. حتی نمونه آقای انوری که با اعتراضهای مردم برکنار شد، آقای نیایش حالا زندان به سر میبره، او واسط فساد وحشتناک و گستره که در شهرداری بود. زمان آقای قتالی مدتی بود که چندین نفر تا در یک مورد 25 کارمند شهرداری به تمام فساد گرفتار شدند. چی مشکلی در شهرداری ایراد وجود داره که این همه باعث ایجاد مشکل برای شهردارا میشه؟ ببینید، از دو بود اگه ما نگاه بکنیم، از بود سیاسی اگر نگاه بکنیم، خب شهرولی یک مکان است، یک اداره است که میتونه ابزار خوبی باشه، که ابزار قدرت خوبی باشه، چون مستقیم با مردم در تماس است برای هم حکومت محلی و هم حکومت مرکزی. حالا رئیس حکومت وحدت ملی جناب آقای اشرف غنی متاسفانه بدون مشورت با مردم هرات و بزرگان هرات اشخاص و افراد فرستادند. آقای اشرف غنی دلش میخواد کار بشه به هرات و افغانستان، ولی چون مشورت صورت نگرفت، افراد و اشخاص را بالاخره یک حلقه در ارگ همواره وجود داره، در تمام ادوار تاریخ وجود داشته، یک حلقه خبیثه در ارگ وجود داشته. حتما برای آقای اشرف غنی مشورت دادن که فرض مثال آقای نیایش خوب است، یا فرض مثال آقای ایکس خوب است، یا فرض مثال آقای وای خوب است. آقای اشرف غنی فرستاده، دستشان هم باز گذاشته، ولی با کمال تاسف حلقه بسیار خطرناک خبیثه هم در داخل شهرولی هرات وجود داره، یک حلقه که اگر خواجه خیدر علیه السلام هم شهروال هرات بشه، اونا حتما او رو فریب میدن با او زبانهای چرب و نرمشان و او رو فریب میدن و او رو بالاخره
اینو میبینیم که سرنوشت آقای ترکی به کجا کشیده شد، سرنوشت آقای مجددی به کجا کشیده شد. اگر مطالعه بکنیم میبینیم که اکثر شاروال ها با بدنامی از شاروالی رفتن و برای از اونا دوسیه افتاد. در اصل آقای نیایش دلش میخواست کار کنه، جوان بسیار خوبی بود، روزای اول کامده بود، ما با شناخت بسیار سابقه داری داشتیم. این کار هم کرد بیراد که ما نایقت برد نشد، ولی متاسفانه اینمی حلقه که وجود داره در تمام دوران ها وجود داشته، اینمی حلقه باعث شد که باغهای زرد سرخ بر از او آدم نشان بدن و انسان ملک نیست. اگه ترازو جدی و آقای انوری هم اینمی بود که برخ افراد یا مشاورانی که داشت مشوره اشتباه برش میدادن، مشوره غلط میدادن و اینمی باعث تشدید بحران میشد و شاید یکی از مشوره هم همین اتصاب کاری بود که بله تو پیشنهاد اونا. بله ببینیم، هر چقدر هم که سارون ولی امنیت ملی بیاید کارمندای شارولی مدیرای نوایی این و آن دستگیر بکنه، باز و حلقه در درون در اعماقش اداره شهرولی وجود داره، از رأس بگیریم تا از لا اینها وجود دارن. من البته اشخاص همه را من متهم نمیکنم، اشخاص متحد و پاکی هم ما در شهرولی بسیار زیاد داریم، ولی متاسفانه اونها نمیتونن به شهرول نزدیک بشن، افراد پاک و با دیانت نمیتونن به شهرول نزدیک بشن. اونم افرادی که متاسفانه افراد ناپاکی هستن همواره خود به شاروالان نزدیک ساختن و بر از او بسیار این و آن نشان دادن. و حتی من شنیدم، از کسی شنیدم که یک موتر تقریبا یک لک خورده دلاری برای شاروال نیایش به خاطر یک مسئله یک پروژه برده بود در خانه از او کلیر داده بود به دست یکی از اون افرادی که دور آقای نیایش را گرفته بود. و آقای نیایش اختلاس هایی که میگن در شاروالی شده، من شاهدم اختلاس هایی که شده همه را آقای نیایش بالا نکشیده، ولی جرمش تنها میکشه فعلا. میگن 16 سال برای شبس دادن، حدود 7-8 نفر دیگر امروز فراری هن. کجا فرار کردن؟ یا در ایران زندگی میکنن، یا در کابل زندگی میکنن، یا در ترکیه خوشگذرانی میکنن. اونا اون پولای مردم را که برداشتن و بردن و خوردن، ولی نیایش تنها به محبس پل چرخی باید حبس خود بکشه. و شاروال ها متاسفانه، ما اگر مطالعه بکنیم شاروال هایی که در هرات طی مدت آمده نه متعهد بوده، نه متخصص بوده، نه کدام تجربه داشته، تجربه کاری در شاروالی داشته. من امیدوارم که این بار با درس گرفتن حکومت وحدت ملی، با درس گرفتن از گذشته، با پند گرفتن از گذشته، یک شاروال بفرسته که هم متخصص باشه، هم متعهد باشه، هم مردم جامعه شناس باشه و هم با مردم باشه. نه اینکه یک شاروال شیپ و تیپ خود خوب بکنه، بگه من دکترا دارم، من ماستر دارم، دکترا و ماستری و این و آن، به تنها علمیت به درد این مردم نمیخوره. باید با مردم باشی. فیلسوف دهر هم که اگر باشی با مردم نباشی نتیجه نمیده. روابط اجتماعی تو ضعیف بود، کار موثر واقع نمیشه. جناب آقای انوری هم درست است که ادعا میکرد در صفحات فیسبوکش میموند که اینم من دکترا گرفتم، چند تا دکترا دارم، چند تا ماستری دارم. خوب است، علمیت خیلی خوب است، در کنار علمیت، در رأس یک اداره کلیدی مثل شهرولی باید تجربه کاری، کفایت، برش و مردمداری داشته باشی. و مسئله دیگه که در مورد آقای انوری بود این که چندین بار چندین افراد مختلف به دادستانی معرفی کرد، آقای رحیمی والی پیشین هرات و رئیس شورای ولایتی، و این بار هم باز دوباره گفت که از آقای رحیمی، عبدالقیوم رحیمی والی جدید هرات و رئیس شورای ولایتی دوباره به دادستانی شکایت میکنه. اینمی بر اساس قانون چنین صلاحیتی برای شهردار داده شده که شهردار ولی رو به دادستانی معرفی بکنه؟ ببینیم، صلاحیت برای یک شهروند بسیار جز هم داده شده که از ولی شهر یا از رئیس جمهور شهر شکایت بکنه. یکی ادعا است، یکی ثبوت است. آقای شهردار ادعا داشت، آقای شهردار برای بعضی از افرادش حتی در صفحه فیسبوکش همیشب چیزای زیادتر نوشته بود، در مورد تنها ولی و شورای ولایتی نوشته نکرده بود،
فرمودید ما هم نوشته کرده بود و نوشته بود حتی اینها باید استعفا بدن. مجددا یک ساعت بعد فیسبوکش ادیت شد و شوالی و بقیه رو پاک کرد، فقط آقای رئیس شورای ولایتی رو نوشته بود که باید استعفا بده. باید استعفا بده. حالا هر کس هر چیزی میگه، ولی قانون وجود داره. ما نهادهای عدلی و قضایی داریم. اگر ادعای داره علیه من، علیه ولی صاحب، علیه احمد، علیه محمود، او ادعا کردن حقش است. حتی میتونه بره شکایت بکنه. ولی ادعا ثبوتی لازم داره. و بعد از این که ثبوت نتونست بکنه، باز اعاده حیثیتی وجود داره. باز ما هم خود نمیمانیم، نه؟ ولی صاحب خود او رو رئیس جمهور فرستاده. نماینده رئیس جمهور است. عامل تو است آقای شهردار. ولی عامل شاروال است. اگر میره ادعا میکنه میتونه نظر به قانون. این صلاحیت داره چون مسئله شخصی است. ولی این که ثبوتی بکنه باز باید برگرده. ثبوت خو اگر او آدم تعقل و تفکر میداشت چنین کاری نه نمیکرد. چنین ادعای کذب را نمیکرد. عوض این که خود اصلاح بسازه توطئه پراگنی و شایع پراگنی و توهین کردن برای مردم هرات و خطاب کردن تحسن کنندگان به عنوان اراذل لاوباش و اجیران بیگانه و قاچاقبران و این و آن و در صفحه فیسبوکش همیالی نوشته پست مانده، ای به طور مخفیانه نکرده. و ما هم از بنمایندگی از مردم، شما در همون روز فکر میکنون کمکارا شما حضور داشتن، تصاویر گرفتن، ما هم تمام توهینایی که برای مردم هرات کرده بود به نمایندگی از مردم برای زو برگردانده. چون ما مردم بومی و اصیل هرات هستیم، ما در هرات زندگی میکنیم. تو خانواده ایت به کانادا، خودت تبعی افریقای جنوبی، تو رو برداشتن آوردن برگرده ما سوار کردن تحمیل کردن بر ما، کارم برای ما کرده نمیتونی، توهین تو رو ما طاقت بکنیم دیگه این خود جفا است بر حق مردم هرات. ما هم برش گفتیم برگرد به جایی که بودی، ما نمیخوایم. تو اعتراضی که در ابتدا رئیس شورای ولایتی مطرح کرده بود که شهردار هرات شهردار اروپایی است و شهر هرات بلدیت نداره، افغانستان بلدیت نداره، و اعتراضات فکر میکنم دیگه تقریبا از اون زمان شدت گرفت تا اینکه اعتراض اخیر که اتحادی پیشواران هم به جمع معترضان پیوستن. با همه اینها فکر میکنین سرنوشت شهرداری هرات چی خواهد شد و این کشمکش ها چه تاثیر منفی میتونه بر شهر هرات داشته باشه؟ متاسفانه زمان حساسی است، همین زمان حال، همین اکنون زمان حساسی است که ما در آستانه انتخابات قرار داریم. اگر آقای رئیس جمهور بخواد هر فردی را بفرسته، ممکن است مردم افغانستان بگن این فرد یکی از افراد خاص رئیس جمهور هست و این را به خاطر کمپاین و رای خود فرستاده به هرات، که این به نفع رئیس جمهور نیست. و من فکر میکنم که اگر زمان دیگری میبود رئیس جمهور بهتر میتونست تصمیم بگیره. حالا ما تقاضا میکنه بهترین روش، البته من نمیخوام تشبث بکنم در کار مقام عالی ریاست جمهوری و بزرگان افغانستان، من میخوام در حد یک مشورت به عنوان یک شهروند و به عنوان نماینده یک طیف عظیم جامعه هرات این مشوره را برای رئیس جمهور بدم که چه خوب است که یک کمیسیونی از مردم واقعی هرات، یک عده مردمی هستند که در کابل حتی زندگی میکنند، هر مسئله ای که میشه در داخل ارگم مهرهای دارن و اونا رو به عنوان نمایندگان هرات میبرن برای رئیس جمهور معرفی میکنن و اونا به خواست خودشان عمل میکنن. یک هیئت حقیقتیابی به هرات تشریف بیاره در یکی از مکانهای غیر دولتی مثل مسجد جامع شریف بشینه، مردم هرات از هر طیف از هر قشر در اونجا بخواه یک مشورت بکنه، نظرسنجی بکنه، بعدش اقدام بکنه. من فکر میکنم بهترین روش ای باشه تا اینکه یک شخص را یک عده معدودی ببرن و برای جناب رئیس جمهور معرفی بکنن بفرستن و مجددا باز همون آش از دامون کسه. من یک چیز را میخوام اعلام بکنم، تمام شده فقط در حد دست نیم. من یک چیز در اخیر صحبتهای خود میخوام بگم، ضمن اظهار خوشحالی از اینکه شخص را ما تانستیم بالاخره همون اهداف خود را دنبال بکنیم موفق بشیم. برای رئیس جمهوری رو من به صراحت اعلام میکنم،
ما استاده هستیم، هستیم بران عهدی که بستیم. هر کس با عنوان شاروال بیایه، با مردم باشه ما سربازش هستیم، با مردم نباشه، از مردم نباشه، جدا باشه، فساد پیشه باشه، متحد نباشه، ما با او در تقابل، حتی اگر نزدیکترین فرد برای ما باشه در تقابل قرار میگیریم و یه حرفتای خود ادامه خواهیم داد. سرشکر از این که تشکر جناب فیضوز. سپاس از شما بینندگان گرامی که تا این دم بیننده برنامه آغاز روز از استودیو هرات بودید. اکنون دوباره به استودیو مرکزی کابل باز میگردیم. وقفه از کابل تماشا کنید و پس از آن بیننده برنامه آغاز روز از آریانا نیوز باشید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار. برام خداوند و با عرض سلام به ادامه برنامه آغاز روز با من مرسل منصوری خوش آمدید. با وجود آغاز روند آنلاین درخواست پاسپورت، هنوز هم هزاران شهروند از آن استفاده نمی کنند و به این ریاست مراجعه می کنند. رئیس پاسپورت با ابراز این مطلب می گوید که متاسفانه کمتر از 100 تن در روز از روند آنلاین استفاده می کند و از همین رو میزان مراجعه مردم به این ریاست بسیار بلند است. در همین حال شماری از متقاضیان پاسپورت میگویند که اگر مردم از روند آنلاین استفاده کنند جلو و فساد و سرگردانی مردم گرفته خواهد شد. در این مورد گزارش آمده این نشر است. از چند بدین سو ریاست پاسپورت روند آنلاین درخواست پاسپورت را برای متقاضیان ایجاد کرده است تا بتوانند به سادگی فرم خانه پوری کنند. اما شمار اندک از مردم از این روند استفاده میکنند و ازدحام هنوز هم کاهش نیافته است. رئیس عمومی پاسپورت از مردم میخواهد تا از سیستم آنلاین که سهولت های زیاده دارد استفاده کنند. وی تاکید میکند تا زمانی که تمامی شهروندان با سیستم آنلاین آشنایی کامل دریافت نکنند، سیستم کنونی هم در کنار آن اجرایی خواهد بود. روزانه در حدود 60 تا 70 نفر می داشته باشیم که آنلاین میان. خوبی دیگه هم دهی است که کسایی که فرم خود آنلاین خانه پوری میکنن، اینا تا ساعت 3 بجه میتونن که به اداره مرکزی پاسپورت با پیسه تاویلی خود و فرم خود و همراه امو اسناد مورد ضرورت که در وبسایت ما معرفی شده. در همین حال شمار از متقاضیان پاسپورت از ایجاد سهولت ها برای صدور پاسپورت ابراز خرسندی میکنند. سایت ریاست پاسپورت هم لینکش گرفتم، فرمای خانه پوری کردم، آویزش در بانک تاویل کردم، فقط ریاست پاسپورت آمدم، رئیس اداره امضا کرد، در ظرف 5 دقیقه تمام کارهای من تکمیل شد و بیف شدم. بعد از بیف بایومتریک فقط کارهای من خلاص شد. بسیار یک سهولت خوب است. در گذشته من برای خود پاسپورت گرفتم، مجبور بودم ساعت 4 شب بیایم در نوبت ایستاد شوم، برای فامیل خود فعلا میخوام پاسپورت بگیرم و کارش بسیار سهولت است، بسیار آسان است از طریق آنلاین. با آنکه روند درخواست آنلاین دریافت پاسپورت چند پیش از سوی وزارت امور داخله افتتاح گردید، اما هنوز هم مردم روزانه به صورت فیزیکی برای طی مراحل اسنادشان جهت اخذ پاسپورت اینجا مراجعه میکنند. ادریس قادری، آریانا نیوز، کابل. برای بحث بیشتر و شرح بیشتر در مورد این برنامه آقای عمر صبوری رئیس عمومی پاسپورت در استودیو با ما هستند. آقای صبوری خیلی خوش آمدید و بحث امروز برنامه آغاز شد. تشکر، لطف شماست. سلام و عرض ادب دارم حضور همه شنونده های عزیز و هموطنان عزیز ما و دستن در کاران شما. تشکر. میخوام در نخواست بپرسم که یک شخص چگونه میتونه به این سیستم دسترسی پیدا بکنه و از کجا باید شروع بکنه تا بتونه از طریق آنلاین یا از طریق اینترنت بر خود فرم دریافت بکنه یا مراحل گرفتن پاسپورت طی بکنه؟ خب اول اجازه بده که این نمی یک دستاوردی است که برای ملت عزیز و مردم افغانستان مبارکباد بگیم و از سالها ما در صدد ازی بودیم، الحمدلله که امروز به این دسترسی پیدا کردیم. در جواب سوال شما که چگونه میتونن، بهتر است که همتانای عزیز ما بینی وبسایت برن که www.passport.moi.gov.af به می لینک مراجعه کنن، فرم آنلاین پاسپورت برویشان باز میشه و در او صفحه برشان دمی ابتدا میگه که شما کدام لسان میخواین که انتخاب کنین. بله. اول میتونن که لسان پشتو یا دری هر کدام شک انتخاب بکنن. بعد از انتخاب لسان میرن صفحه برشان باز میشه. بله. هر معلوماتی را که متقاضی محترم پاسپورت ضرورت داشته باشه در صفحه موجود است.
شخص ضرورت داره که برای پاسپورت چی چیزا ضرورت است که من آماده بسازم. همین سفر یک دفعه زحمت میشه بخونه. ضرورت تذکره ضرورت داره، عکس ضرورت داره، پول قیمت پاسپورت چند است. اینی گپا کلش است. و در آخر که تکمیل شد اندازه پولش همه چیزایش در سیستم است موجود است. و هموطن ما ضرورت نداره که پیسه پول قیمت پاسپورت خودش انتخاب کنه. سیستم خودش اوتومات قیمت پاسپورت را برشان انتخاب میکنه. زمانی که شما میگین که من مامور رتبه 3 هستم و اینی نمبر مکتوب ماست. شما اینمی مامور رتبه 3 تانه اسناد تانه باز در ریاست پاسپورت میارین. اما سیستم بر رتبه 3 قیمتش تعیین است. بعد وقتی که شما تایید میگین قیمت پاسپورت اوتومات میاد اونجا. ضرورت نیست که تشویش کنه که قیمت پاسپورت چطور میشه. یا میگم من طفلم 14 ساله است یا 13 ساله است، اوتومات خود سیستم تعیینش میکنه. و ضرورت به این نیست که بازی قیمت پاسپورت خودش نوشته کنه. خود سیستم برش قیمت پاسپورت برای طفل معلوم است که قیمت پاسپورت چند است، سیستم برش تعیین میکنه. یا شخص میگه پاسپورتم گم شده، در هم احوال سیستم کمکشان میکنه. بعد از اینکه سفر را باز کردن و مطمئن شدن، درخواست پاسپورت سر زمو کلیک میکنن، اما فرم باز میشه. فرمه که باز شد، اینمی فرمه را کلش خانه‌پوری میکنن. بعد از اینکه فرمه خانه‌پوری شد، اینا یک تایید میگن. بعد از تایید، اگر کدام نقطه از اینا اشتباه شده باشه، در امو خانه که مثلا در امو فرمه قسمتی که اینا اشتباه کرده یا خانه‌پوری نکرده، سرخ میشه، بعد فرمه را دوباره ای باید ریویو کنه یا مرور کنه. پشت سرش فرم عکسشان است و به این ترتیب در آخر امضا و گپایشان است و بعد از اینکه امضا و فرم خود عکس خود اسکن کردن آوردن در سیستم، بعد از او فرم خود سیو میکن و تایید میگن. زمانی که تایید گفتن سیستم برشان تایم تعیین میکنه. هنوز کل مردم به این سیستم دسترسی به خاطر از این ندارن که همو استعداد و فرهنگ هنوز جریان نداره. و زمانی که مردم ما به این فرهنگ عادت کنن، فکر میکنم که بسیار ساده هم است و کار ما را آسان میسازه و کار خودشان هم آسان میشه. ضرورت نیست گفتم پیشتر که برادر ما گفت که من پارسال 4 بجه شب آمده بودم یا 4 بجه صبح آمده بودم. ضرورت نیست که بیان، برای کل اعضای فامیل خود فرم خود خانه پوری میکنن و بعد اینمی فرم را یک پرند میگیرن. اگر احیانا اینا در خانه خود کامپیوتر و پرینتر و گپا نداشته باشن، در روی صفحه موبایل خود سیو میگن، بعد میرن در یکی از دکانهای کاپیرا. یک کاپی از امو فرم خود میگیرن. قیمت یک فرم که کاپی کنن و از سیستم بگیرن 2 افغانی است، به خاطر اینکه یک کاغذ A4 است. و حتی میتونن رایگان، هیچ مشکلی در این نیست. فرم همراه تعداد دوستایش که از خودش از فامیلش از یا هر قدری که هستن و بانک نمایندگی های در افغانستان بانک برن، بدون ازی که بیان برای ریاست پاسپورت میرن به نمایندگی در افغانستان بانک. نمایندگی های محترم در افغانستان بانک پیسه پاسپورتشان تحویل میگیره، اما قسمتی که مربوط در افغانستان بانک است اونورا وا برای خود میگیرن، متباقی فرما بر اختیار از یا میتن. بعد اینا میان برای ریاست پاسپورت، ما در روی فرمشان یک ملاحظه شد میکنیم و میرن در سیستم. 5 دقیقه بایومتریک میشن، 2 دقیقه کارمندای ما از سیستم به اصطلاح از کلاود یا از دیتا مرکز سنتر مرکز وزارت محترم مخابرات ایره میگیره، به سیستم دیتابیس ریاست پاسپورت اد میکنن، از اونجا کاپی میگیرن اینجا پیست میکنن، یا از اونجا کات میکنن اینجا پیست میکنن. یعنی اینمی یک متقاضی را 2 دقیقه وقتش میگیره. بعد برشان فرم رسید میتن که شما برین به یکی از پستخانه‌های شهر کابل مربوط وزارت محترم مخابرات پاسپورتتان از اونجا به دست بیارین، که این یک موفقیت بزرگ برای مردم هم بوده و برای اداره ما هم بوده. تسهیلات برای مردم ای است که مردم دیگه انتظار ازیره نمیکشه که من امر بگیرم 2 مرتبه ریاست پاسپورت به خاطر پاسپورت گرفتن، یک دفعه به خاطر امر برم، یک دفعه دیگه هم باز تکرار از بانک پیسه رو تحویل کردم برم. حال اکثرا میان به ریاست پاسپورت، یک ملاحظه شد میشه اسنادشان،
جلو بیبندیواری ها و خودسری ها را هم میگیره. مثلا در گذشته یک تعداد مردم میامد که با ما امر بده باز دوستای ما میایم ما دیگه کارایش خلاص میکنیم، حال دیگه هیچ کار نداره، فقط دوست بیایه که ما ملاحظه شد کنیم برای در سیستم داخل شوه. فکر میکنم که ضرورت هم نیست که دیگه کسی باعث ازی شوه که ما را تکلیف بده یا خود تکلیف بده. هر کس حق داره پاسپورت بگیره، مطابق قانون زمینه برش مساعد است، بیا پاسپورت خود بگیره، ای ضرورت هم نیست که کسی دیگر را تکلیف بده. و انشالله ما در این رابطه زیاد کوشش میکنیم که اول مرکز را کور کنیم، یعنی تحت پوش خود قرار بدهیم. کابل وقت زیاد کار داره، ولی ما تلاش به این میکنم که تا زمانی که کل مردم افغانستان به این عادت بکنن، زمینه باید برای مردم به گرفتن پاسپورت باز باشه. یعنی دفتر دروازه آفلاین هم برای مردم باز است. ای که آنلاین میه ما در خدمتشان هستیم، اگه آفلاین میان ما هم در خدمتشان هستیم. خوبی ها یکی از دیگهش مرسل جان این است که در گذشته مثلا او برادر گفت که من 4 بجه صبح آمده بودم یا 2 بجه شب می آمدن، ولی حال اینا خودشان در خانه خود فرم خود شب خانه پوری میکنن، روز از ساعت 8 صبح تا 3 بجه دیگره هر تایمی که اینا وقت داشتن بیان به ریاست پاسپورت ما کارشان انجام میدیم. یک طرف ازدحام از بین رفت، یک طرف دیگه این احتیاج از این نیست که بر ما امر بده. خب امر تیار کل گپاش تنظیم شده، اما در گذشته ما همیالم تا 11 بجه دروازه را ما بر روی مردم باز میکنیم به خاطر آفلاین که مستقیما که میان، بعد از 11 بجه دروازه ما مسدود است، ولی مردم میتونه که از طریق آنلاین کار خود تنظیم بکنه. ضرورت نیست که بعد از 11 بجه برای عسکر و احمد و محمود وزر کنه که تو والا کار مرا خلاص کو که من پاسپورت هم 11 بجه اومده مال چطور میشه، فرم خود آنلاین خونه. فراموش نکنه مردم عزیز ما که قیمت نداره، و فکر میکنم که اگر ما این تثبیت نمیکنم که مردم ما نگوین که رئیس پاسپورت تثبیت کرد، اما نهایتش در نهایتش یک آدم میتونه در یک فوتوکاپی هم که کار بکنه از 50 روپا بالا مصرفش باید نشه. یک فرم از خانه پوری میشه پرند میشه. در این روزا ما شنیدم که یک تعداد مردم خدایار جان یک تعداد دکاندارا و کپیرا و عکاسیا در حق مردم ما ظلم میکنن، از کسی 100 روپا میگیرن، از کسی 200 روپا میگیرن، از کسی 300 گرفتن، و این جفا است برای مردم. وقتی که ما زمینه را برای مردم خود مساعد میسازیم، دروازه پاسپورت را برای مردم باز میکنیم، پس دیگه مردم خب باید این کار را نکنن دیگه. بله. آقای صبوری، میخوایم بپرسم که شما حالا پیشتر اشاره کردین که در یکی از آپشن‌ها یکی از انتخابا رتبه شخص میباشه که مامور دولت است، رتبه 3 است یا 4 هر قدر است، یعنی در اینجا قیمت ها فرق میکنه نظر به وظیفه ای که داره، و در نهادهای خصوصی چگونه است؟ در اونجا رتبه بندی نیست، یا اینکه چگونه میشه که هر نهادهای خصوصی هر کدامشان از خود یک طریقه و روش خاص را دارن، پوزیشن ها معلوم نیست، یا اینکه معاشات به اون قدر که رتبه 3 و 2 در دولت مثلا بلند است پایین است در خصوصی اون گونه نیست؟ در این مورد کم شرح بیشتر اگر بتین. ببینین قانون پاسپورت امتیازاتی که به افراد جامعه داده شده ثابت ساخته. مثلا پاسپورت سیاسی حق کی است؟ در قانون واضح است. حالا کل مردم نمیتونن پاسپورت سیاسی بگیرن. بله. داشته باشه. یا پاسپورت خدمت واضح است در قانون که کی باید پاسپورت خدمت، اما کل مردم نمیتونن پاسپورت خدمت بگیرن. مثلا یک سرباز در جبهه زخمی میشه، برای از او قانون حق داده که باید چه قسم پاسپورت بگیره. و یک شخصی که رتبهش 3 شده یا رتبه دگروال است یا بریج جنرال توران جنرال شده یا ما فوق رتبه است، قانون برای از او یک حقوق داده، همونطور که به تقاعد سوقش میده. بله. همونطور امتیازات هم برش قائل شده. یا مثلا ورزشکارای ما هستن به خارج از کشور به خاطر ورزش میرن و اشتراک در بازی های المپیک، اینا را برش قانون واضح ثابت است که برای زیاد مارایگان پاسپورتش برای کی ها باید بتین. بله. اینمی مطالب کلش در روی صفحه اول واضح است. اگر یک شخص مکتوب خود مثلا اداره محترم المپیک یا تربیت بدنی میخواد برای کارمندای تربیت بدنی پاسپورت بگیره و یا میرن در اشتراک میکنن در یکی از مسابقات، پروسیجر برشان معلوم است. صرف فرمشان از طریق آنلاین خانه پوری میکنه و باز در قسمت شغلش نوشته میکنه ورزشکار. وقتی که ایمیا به ریاست پاسپورت، به ورزشکار اونجا سیستم
واضح است که رایگان برش پاسپورت میده. وقتی که ای با اینمی فرم خود به ریاست پاسپورت مراجعه میکنه، بازده اینیج است که ریاست پاسپورت از این تقاضا میکنه که مکتوب تانه بتین و جدولی که قانون برشان اجازه داده و پروسیجری که ما داریم. بله. اما اگر ای آدم نوشته کنه که من بیکار هستم یا دکاندار هستم و سنم مثلا از 14 سال بالاست 15 ساله هستم یا 18 ساله هستم یا 100 ساله هستم. بله. برای باز قانون واضح ساخته که قیمت پاسپورت ازی مثلا 5500 200 افغانی پیسه پست میشه 5700 ده افغانی از پول سرمیاشت است. اینمی را اتومات خود سیستم تعیین میکنه. باز ده بانک میره این پیسه را از پیش میگیره بانک و باز بانک برش رسید میده. بله. به می کتگوری ها مثلا پاسپورت ما مفقودی داره، در قانون گفته که دو برابر قیمت پاسپورت ها میپردازه. وقتی که نوشته میکنه که من بله پاسپورت داشتم الان مفقود شده، سیستم اتومات قیمت دو برابر برش تعیین میکنه و این میره دو برابر پیسش تایل میکنه. یا میگه حریق شده پاسپورتم، وقتی که حریق گفت بازم قیمت پاسپورت حریق برش تعیین میکنه. بله. و به شما که میه ما در پروسیجر از پیششان هم اسناد حریق میخواین. بله. حالا برای اشخاصی که پاسپورتشون میخوان تجدید یا تمدید بکنن چگونه است؟ حضوری باید به ریاست پاسپورت بیاین یا نه این هم از طریق آنلاین میشه؟ ببینید در سیستم طوری است که باید یک مرتبه ما وقتی که یک شخص پاسپورت از ما گرفته 5 سال از پیش ما فاصله داشته، ما نمیفهمیم در 5 سال در جامعه چی کرده. بله. ممکن خدای نخواسته مرتکب کدام گناه شده باشه، ممکن اینال ای میشه ممنوع الخروج شده باشه، اجاب میکنن که یک مرتبه در ریاست پاسپورت بیان و ما یک دفعه شستشان در دستگاه خود میمونیم. بعد از او که مسئولیتشان رفع شد، ما پاسپورت برشان معمول عادی مطابق هم پاسپورت سابقش یک پاسپورت جدید برش صادر میکنیم. جای قابل تذکر است که مردم ما باید بفهمن، اکثر این سوال هم میکنن، اگر کسایی که در پاسپورت سابقه خود ویزه معتبر داره یا مثلا پاسپورتش اعتبار نداره ولی ویزهش اعتبار داره هنوز، او رو ما پاسپورتش کنسل میکنیم. از سیستم جالبی است که دمی پروسه ما فرم سیستم میادین هوایی افغانستان و بنادر افغانستان با سیستم پاسپورت دیتابیس ما وصل کردیم. زمانی که شما پاسپورت دومی رو میگیرین، پاسپورت اولیتان از سیستم آف میشه. وقت شما در میدان امرای پاسپورت دومی برین، اجازه دیگه نمیتونن که برین. این سیستم ما ایجاد کردیم. در عین زمان وقتی که شما میگه پاسپورت مفقود شده، وقتی که ما در سیستم شما را عد میکنیم که پاسپورت از این مفقود شده، اوتومات سیستم میره بر سرحدات خبر میده که پاسپورت از اعتبار ساقط است. و عین گپ به تمام کشورهای دنیا سیستم ما اطلاع میده که اینی پاسپورت از اعتبار ساقط است. اگر احیانا این شخص بتانه که از یکی از بنادر خود بکشه، بعد در کشوری که باز مراجعه میکنه او اجازهش نمیده و پاسپورت از اعتبار ساقط میباشه. سیستم های الکترونیکی را ما فعال ساختیم و در صدد از این هستیم که دیگه هم بهتر بسازه میشه، خوبتر بسازه میشه. و افتخار میکنم، خوشحال هستم که امروز با مو آرمانایی که ما پیش میرفتیم الحمدلله با مو آرمانا رسیدیم و امیدوار هستم که چیزهای دیگه که پیش روی ما داریم او را هم در سالهای بعدی. و یکی از اهداف ما این است که سیستم فرم آنلاین با سر تا سر افغانستان باید عملی بسازیم و مدیریت های پاسپورت در خدمت مدیرای هموطنای عزیز ما هستند. تعیین، تقرر، تبدل، امتیازات، مکافات، مجازات مدیرای پاسپورت نظر به فرمان جلالتماب رئیس ای جمهور و امر جلالتماب وزیر امور داخله به امر ریاست پاسپورت شده. بنابراین هر هموطن ما از هر کارمند ریاست کارمند مدیریت پاسپورت در ولایت شکایت داشته باشه، اداره پاسپورت، اداره مرکزی پاسپورت در خدمتشان هستند و ما به سرنوشت او کارمند میرسیم. در هر گوشه و کنار افغانستان که باشه از ما نجات نداره. سیستم ویدیو کنفرانس با کارمندای مدیرای پاسپورت وصل ساختیم، هر روز ازشان گزارش میگیریم و هر روز تحت کنترل ما هستند و جلسات همراهشان داریم. مطمئن باشند که فرم آنلاین به 34 ولایت می، گرچه فرم آنلاین امیال لانچ است به کل افغانستان. پر روز از پکتیا کسی آمده بود
در پکتیا فرم خود خانه پوری کرده بود، کابل آمده بود، پیسه خود تحویل کرده بود، 3 بجه روز در ریاست پاسپورت رسید، ما در سیستم داخلش کردیم، کارش انجام دادیم. یعنی آقای صبوری، اگر شخص بخواهد در یکی از ولایات افغانستان این فرم خانه پوری بکنه یا فرم به دست بیاره، نمیتونه که پاسپورت از خود ولایت به دست بیاره؟ ببینیم که فراموش نشه، یک اخلاط دی نبیه. فرم فعلا لانچ از بساط کشور. اما هنوز ما مدیریت های پاسپورت ولایت ما با سیستم الکترونیکی فعال نشده. که وقتی که شما پاسپورت تانه در بلخ خانه پوری میکنه فرم تانه باز برین در ریاست مدیریت پاسپورت. اونا امکانات هنوز نداره. ولی ریاست پاسپورت، وزارت مخابرات، ریاست آسان خدمت ما در فکر ازی هستیم که از طریق وایبر نوری تمام مدیریت های پاسپورت به سیستم آنلاین وصل میکنیم و سر ازی کار جریان داره. فعلا در 28 ولایت ما فرم وایبر نوری فعال است که بله وایبر نوری انشالله ما این مدیریت ها را که وصل کردیم یک سهولت بسیار خوب برای ولایت پیدا میشه. او ای است که آل فعلا از اسناد مدیر پاسپورت از ولایت میارن به مرکز، ولی او وقت سافتش اصلش مدیر پیش خود قید میکنه، سافتش امو لحظه برای ما در سیستم روان میکنه و ما برش پاسپورت چاپ میکنیم. میتونن که در 34 ولایت افغانستان پاسپورت خود فرم خود آنلاین خانه پوری کنن مگر در مرکز بیان. اما به مرور زمان ما ای را در ولایتش فعال میسازیم، تنها سافتش باز ما میگیریم، آردش پیش مدیر میمونه. فعلا ولایت های مرکزی میتونن از این استفاده بسیار خوب بکنن و فراموش هم نکنن که هر قدر فرم را که خانه پوری کرده میتونن که خود به ریاست پاسپورت برسانن، ما در خدمتشان هستیم. بله. آیا شخصی که مدت پاسپورتش هنوز باقی مانده 2 ماه، 3 ماه یا 6 ماه دیگر میتونه که پیش از مکمل شدن این میاد بیایه یا پاسپورتش تمدید بکنه؟ خوب سوال است. اکثرا هموطنهای عزیز، ما تشکری میکنم از میدیا، ما تشکری میکنم از ژورنالیستای عزیز ما، هم چالش های ما را برخو ما کشاندن، نواقصی که داشتیم، هم خوبیایی که داشتیم و هم به انظار مردم کشاندن. و هم سوال شما بسیار یک سوال تکنیکی است. یک نفر 2 ماه یا 3 ماه پاسپورتش مانده، اما یک نفر از 1 سال پاسپورتش وقتش مانده، به یکی از کشورها مراجعه میکنه، پاسپورتش برش ویزه 5 ساله میته یا 10 ساله میته، مثلا کانادا ویزه 10 ساله میته، یا مثلا بعضی کشورها 5 ساله و 4 ساله و 10 ساله میته. اما وقت پاسپورت مثلا ترکیه 2 ساله و 3 ساله میته، وقت پاسپورت ازی کم مانده. میتونه ای برادر که مراجعه بکنه به ریاست پاسپورت، پاسپورت اولیشان ما از اعتبار ساقط میکنیم، پاسپورت جدید اعتبار از امروز روزی که مراجعه میکنه برای 5 سال الا 10 سال پاسپورت برشان صادر میکنیم. این میشه، هیچ مشکلی در این رابطه نیست. بله. حالا اشخاصی که در خارج از کشور زندگی میکنن و با پاسپورتی که 1 سال میاد داره، ویزه 5 ساله گرفته، رفته به خارج از کشور، در خارج از کشور چگونه میتونه که این تمدید شود؟ گرچه این سوالتان هم بسیار تکنیکی است. یام بسیار تکنیکی است و مردم ما در فیسبوک ها چیز شکایتشان بالا هست در این رابطه. اما امیدوار هستم که ما بتونیم با وزارت محترم خارجه به مرور زمان ما یک دفعه کل داخل تحت پوشش خود قرار بدیم، میریم طرف خارج از کشور. اونام آل فعلا در 6 حوزه ما چیز داریم در خارج توزیع داره. ریاست محترم، وزارت محترم خارجه در 6 حوزه، مثلا در مسکو است، در بن است، در ایالات متحده امریکا است، در کانادا است و همچنان دبی است، امارات عربی. اینا میتونن از این حوزه ها از هر گوشه دنیا که درخواست بکنن به سفارت افغانستان مراجعه میکنن، اونا باز اسنادشان رو تکمیل کرده بله، روان میکنن، پاسپورت برشان صادر میشه. ممنون از حضورتان در بحث امروز برنامه آغاز روز. موفق باشین آقای صبوری. با درود مجدد دوباره خوش آمدید. اکنون آقای فرید فضلی شهردار کندز از طریق خط تصویر با ما هستند تا در مورد فعالیت های شهری و شهرداری در کندز و همچنان برای بهبود خدمات شهری چه کارهایی انجام شده و چه فعالیت هایی و چه برنامه های تازه روی دست دارن بحث و گفتگو داشته باشند. آقای فضلی سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت شما و بیننده های عزیز آرینا نیوز، صبح شما بخیر. بله، میخوایم در نخواست بپرسم که برنامه های جدید شما به خاطر خدمات بهتر شهری یا اینکه شهر کندوز به یک شهر معیاری مبدل بکنین چه است؟ بسیار زیاد تشکر. واضح هست و بهتر میخوامیم که بر اثر توجه همیشگی و حکومت محلی و رهبری جدید حکومت محلی در کندوز، وضعیت امنیتی کندوز رو به بهبود است و قابل اعتماد شده به مردم کندوز. تشویش و نگرانی های مردم کندوز نسبت به امنیت روز تا روز کاهش پیدا میکنه و این یک خوشبختی بسیار بزرگ برای مردم کندوز است. اینمی فرصت طلایی سبب شده که وضعیت اجتماعی و اقتصادی در کندوز، وضعیت شهر رو به بهبود ده و مردم الحمدلله به زندگی عادیشان دوام میتن. بهبود و وضعیت امنیتی و آرامش نسبی فضای شهر را برای یک فضای اشتغال اجتماعی اداری بیشتر مساعد ساخته. همزمان با او ریاست شهرداری کندوز در بخش‌های مختلف طبق طرح از قبل تنوین شده در چارچوب پلان‌های دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت در پرتب قوانین و مقررات و پالیسی‌های دولت مرکزی و حکومت محلی کندوز یکی پی دیگر جامعه عمل می‌پوشد. شهرها شما می‌دانید به عنوان بستر تکامل و انکشاف در هر جامعه با وسع امکانات بیشتر در عرضه خدمات به شهروندان دارای چالش‌های متعدد نیز می‌باشد، از جمله افزایش و تراکم روزافزون نفوذ در شهرها و انکشاف شهرها به صورت غیر پلانی میتوان از این نام بود. اما با وضع آن شهرولی کندوز در طی 6 ماه اخیر به دستاوردهای قابل ملاحظه دست یافته که تمام شهروندان شهر کندوز شاهد و گواه این تحولات و تغییرات در ریاست شهرداری کندوز و در شهر کندوز هستند. اصلاحات در عرضه خدمات به موقع با کیفیت و پاسخگو به شهروندان صورت میگیرد. شفافیت در پروسه جمع‌آوری عواید صورت گرفته. افزایش بی سابقه عواید شهروالی در طی 6 ماه گذشته از 28 میلیون افغانی به 60 میلیون و 500 هزار یک رقم بی سابقه بوده و امروز اعتماد مردم نسبت به اداره شهرداری روز افزون شده و با این اعتماد همکاری های مردم شهر با شهرداری بیشتر شده و اداراتی که در شهر کندوز و در ولایت کندوز در اداره محلی کندوز با ما همکار هستند، همکاری های بسیار نزدیک دارن و حمایت حکومت مرکزی، حکومت محلی کندوز از ریاست شهرداری کندوز سبب شده که شهرداری کندوز بیشتر از این تلاش بکنه و به دستاورت های بیشتر هم نایده. رسیدگی به مشکلات شهروندان کندوز صورت گرفته، کانکریت ریزی جاده ها صورت گرفته، جغل اندوزی در جاده ها صورت گرفته، ایجاد پارک های تفریحی جدید در شهر کندوز که یکی از نیازمندی های شهر کندوز است، یکی پی دیگر در حال بازسازی، در حال اعمار مجدد و در حال بهره برداری است. ساختمان ها و سالن های فاتحه خوانی برای زنانه، برای قشر اوناس در مرکز شهر کندوز ساختمان شده و عنقریب به بهره برداری سپرده میشه. مرکز اجتماعی فرهنگی برای خانم ها ساخته شده و پاککاری و تنظیف شهر با وجود محدودیت های وسایل تکنیکی روزانه صورت میگیره و شهر از یک وضعیت بسیار خوب تنظیف و پاککاری برخوردار است. وسایل تکنیکی شهرداری کندوز بازسازی شد، ترمیم شد و آماده خدمتگذاری شده. تنظیم مارکت ها در شهر و پاککاری جاده ها، سرک ها و پیاده‌روهای شهر که یکی از چالش ها و مشکلات عمده شهر کندوز بود در جریان است و قسمت های زیاد شهر، فضای شهری برای آبرین شهر، برای بزنس، برای مردم شهر، برای فعالیت های اجتماعی اقتصادی فرهنگی شهر بازگشایی شده، پاک شده و یک چهره جدید به کندوز، از یک تصویر جدید در شهر کندوز ایجاد شده که نمی تصویر و این فعالیت ها اکثرا خیلی طرف توجه مردم و طرف حمایت مردم قرار گرفته. همه این کارها را مدیون همکارای عزیز ما در بخش امنیتی و در بخش رهبری حکومت محلی و شخص جناب والی صاحب ولایت کندوز هستیم که از ریاست شهرداری برنامه هایش کاملا حمایت کردند و برنامه های ما به صورت بسیار خوب با همکاری همه نهادها به پیش میره. ساختمان مرکز خدمات مراجعین شهرداری کندوز که ریاست مستقل و دانه های محل رهبری محترمشان در جریان قرار دارند
که یگانه مرکز خدمات مراجعین استاندارد است که به سطح منطقه می باشد، فعال شده و خدمات بسیار با سهولت برای مراجعان برای مراجعین در زیر یک چتر در عین وقت تمام خدمات ارائه میشه. مرکز سیار خدمات مراجعین ساختیم که او توسط یک اراده موتر و به مراکز و محلات مختلف عرضه خدمات میکنن و میرن به مردم، در اونجا مشکلاتشان هم میشنون، پیام ما را میرسانن و در همونجا میتونن که خدمات را تا حد لازم به شهروندان کندوز و تنویر شهر کندوز توسط چراغ‌های سولری و برق یکی از خواسته‌های مردم شهر کندوز بود که اکمال شده و مردم از این مستفید میشن. نهالشانی در تمام جاده ها و محلات مناسب شهر کندوز، در ادارات، در پارک ها و در جاهای مناسب جاده های شهر صورت گرفته و این کامپاین وسیع نهالشانی به تمام به همکاری تمام نهادها، ادارات دولتی، مردم شریف شهر کندوز، اقشار مختلف، جامعه مدنی و سایر نهادها هم اکنون جریان داره. یک کمپاین خیلی وسیع است که ما غرس نهال صلح امسال در ولایت کندوز آغاز کردیم این کمپاین و انشالله که مردم کندوز انقریب شاهد صلح دائمی و پایدار هم برای خودشان و برای مردم افغانستان شاهد خواهد بودند در تحت زعامت مدبرانه جلالت مآب محترم رئیس جمهوری افغانستان. همزمان با او ما کارهای دیگه زیر ساختهایی را در شهر کندوز داریم. ما بازسازی مسلخ کندوز کردیم که یک نیاز فوری برای شهر کندوز بوده و کار مقدماتی سروی تکنیکی اجتماعی تطبیق قسمی ماستر پلان شهر کندوز تکمیل کردیم که یکی از آرزوهای دیرینه مردم کندوز بود و تعهدات اخیر مقام رهبری حکومت محلی افغانستان تحت رهبری زعامت مدبرانه جناب محترم ولی صاحب نعیمی هستند که یک قسمتی از ماستر پلان شهر کندوز که کارهای تکنیکی و اجتماعی مقدماتیش تکمیل شده و امسال ما خدمتش انشالله به توکل خدا او را آغاز خواهد کردیم و تطبیق میکنیم. برنامه های جدیدی هم شهرداری کندوز روی دست داره که میتونیم از برنامه های عمده را که ما روی دست داریم تکمیل یا ساختمان سرک حلقوی کندوز به طول 29 کیلومتر است که سرک کندوز است، سرک حلقوی شد. آقای فضلی میخواییم بپرسم که به خاطر از اینکه بینظمی های شهر از بین بره در کنار جاده ها، موجودیت دست فروشان و همچنان موترهایی که غیر معیاری هستن چگونه میخواییم جلوگیری بکنیم و برای ازی چه برنامه هایی دارن؟ آیا جای مشخص آماده شده یا نه و به خاطر توقف این موترها کدام کاری انجام شده یا نه؟ 100% تمام برنامه ها از طرح قبلا تنظیم شده، از پلان قبلا تنظیم شده، آماده شده. برای هر صنفی که در شهر فعالیت میکنن جای مشخص، جای خوب، مارکت خوب از قبل تنظیم شده، اینا راهنمایی شدن، به اونجا جابجا شدن، ترانسپورت ها و توقفگاه های ترانسپورتی همه به جاها و محلات مشخص که زمینه بهتری هم بر شهر ایجاد شد و هم بر فعالیت سکتور خصوصی ترانسپورت ایجاد شد ما آماده کردیم. از جمله می توانیم از ترمینال جدید را که ما بر بندر کابل ایجاد کردیم بر موترهایی که به مرکز میرن یک ترمینال خیلی کلان و وسیع با امکانات وسیع از محدوده شهر بیرون کشیدیم. هم فضای شهر از تراکم وسایط نجات پیدا کرد و از ازدحام در مورد و هم فضای بهتری برای ترانسپورت بسهای که برای مرکز می رفتن برای از اونا هم جای بسیار خوب و مساعد در نظر گرفته شده. هیچ کار را ما خدای نخواسته بدون پلان و بدون موجب سبب ازی نمیشیم، بلکه می خواهیم شهر از لحاظ اقتصادی و مردم شهر را بر اشتغالزایی مطلوب بسازیم و کارها و چانس‌های بیشتر را که انکشاف اصناف مختلف و اقتصاد مردم در او باستاب پیدا بکنه او را روی دست گرفتیم و به همه محلات مناسب انتخاب کردیم. بله، به خاطر سرسبزی شهر چه کارهایی انجام میده؟ از جمله زمانی هست که مردم و هم علاقمند هستن که نهال غرس بکنن، چه کارهای بنیادی انجام میده برای اینکه بعد دراز مدت شهر کندوز بتونه که سرسبز باشه و هوای خوب داشته باشه؟ قبل از اینکه فصل بهار فرا برسه و موسم نهالشانی فرا برسه، 3 ماه قبل در جریان فصل سرما ما تمام محلات را که کندوز نیاز به نهالشانی داشتن از قبل سروی کردیم، پیش بینی کردیم و مقدار نهال را که ما سالانه ضرورت داشتیم فراهم کردیم. کامپاین وسیع نهالشانی را ما نسبت به هر ولایت دیگه، چون امسال فضای کندوز
خیلی خوب و مساعد و گوارا بود. از ماه هود ما آغاز کردیم فصل کمپاین نهالشانی را و کمپاین ما ادامه دارد در تمام پارک ها، جاده های شهر، مکاتب، ادارات دولتی، مراکز اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اداری، همه ایش ما تحت پوشش قرار دادیم و نه تنها ما امسال نهال غرس میکنیم، بلکه شعار ما امسال غرس نهال و محافظت نهال است. ما نمیگذاریم که حتی یک نهالی را که مردم شریف کندوز، ادارات نهادهای مختلف غرس میکنن، شهرداری غرس میکنن، مقام ولایت و سایر ادارات در این احساس هم میگیرن، یک نهال هم نباید خوش شد و همه در چوکات پلان مطابق امو اسکیجولی که ما داریم آبیاری خواهد کردیم و این را به بهره برداری انشاءالله در سالهای آخر و از امروز آغاز میکنیم. بله، برای جلوگیری از اعمار ساختمانهای غیر معیاری میخواین چه کاری انجام بدین؟ بدون شک کندوز بنابر عدم تطبیق ماستر پلان شهری یک انکشاف غیر پلانی داشته. ریاست شهرداری کندوز و موجب ایدی در نظر دارد که یک شهرک 3000 واحد مسکونی جدید پیشنهاد کرده به مقام عالی اداره مستقل اردوانهای محل و به مقام عالی ریاست جمهوری وزارت محترم شهرسازی. همزمان با این ما برای بعدی برای 20 سال آینده ولایت کندوز و بعداً 25 30 تا 50 تا ما یک شهر جدید معیاری و استاندارد طراحی داریم و او انشالله که در واقعش مواقعتش یا زمینش به طرف شمال شهر کندوز در دشت آبدان خواهد بود که ما زمینای وافر در اختیار داریم و یک شهر معیاری هم روی دوام کار میکنیم که الحمدلله میتونیم. ولی در داخل شهر کندوز در ساحات غیر پلانی ما بهسازی شهرها یا ساحات غیر پلانی را داریم، روی ازو کار میکنیم. الحمدلله کار اعمار ساختمان‌های خودسر در ولایت کندوز به طور اساسی وجود نداره. مردم نوید ماستر پلان شهر کندوز را دارن که ماستر پلان تطبیق میشه. در شامل پلان‌های تفصیلی ماستر پلان شهر کندوز ساختمان‌های اعمار میشه. ما ساختمان‌های بسیار زیاد خودسر و به مورد را در شهر کندوز فعلاً شاهدش نیستیم، همه متوقف هستند و انتظار ازی را دارن که در شامل پلان‌های تفصیلی فعالیت‌هایشان انجام بدن. بله، به خاطر از این که جلوگیری بکنید از ایجاد چاهای فاضلاب که آلودگی را به میان میاره میخواین چه کاری انجام بدین؟ البته خیلی از باشنده های شهر کندوز چاهای فاضلاب ندارن و از همان سیستم قدیمی یا حفره چاهایی که آلودگی را بیشتر میسازه استفاده میکنن. بله، این به دو مورد ارتباط داره. یکی که ساختمان هایی که جدیدن اعمار میشه، هیچ ساختمان را که جدیدن اعمار میشه، ساختمان های دولتی باشه، غیر دولتی باشه، نهادها باشه، ساختمان های اقتصادی یعنی جایگاه ها، مارکت های تجارتی باشه، به هیچ کدامشان اجازه ازی داده نشده. همه ایشان دارای چاهای فاضلاب مسئول هستن و جاهای دیگه که تا اکنون برش رسیدگی صورت نگرفته یقینا وجود داره و یه از قبل وجود داشته. ما ترویج میکنیم و این فرهنگ از بین میبریم. چرا؟ بسیار خطرناک است که آبهای تحت الارضی ما را صدمه میزنه و آبهای تحت الارضی بر ما بسیار ارزش داره. ما برنامه های ترویج و اصلاح برای چاهای سپتیک خانواده ها را در نظر گرفتیم و این برنامه را انشالله تطبیقش فراتر و وسیع‌تر و به صورت پیگیر تعقیب میکنیم. بله، تشکر از شما آقای فضلی که در این بحث با ما بودین. موفق باشین. بسیار زیاد تشکر از شما میگم. و بیننده های عزیز، ممنون از همراهی شما هم تا این دم. آقای فرید فضلی شهردار کندوز بودن که در مورد چگونگی فعالیت هایشان و همچنان برنامه های جدیدی که روی دست دارن و برنامه هایی که انجام دادن بر ما گفتن. و بیننده های عزیز، در همین جا برنامه 3 ساعته آغاز روز به پایان میرسد.